السلام علیکم بیننده های گرامی. بیننده های عزیز، ما شما رو با تازه ترین خبر و گزارش ها در برنامه اطلاعاتی اخبار از تلویزیون تاجیکستان آشنا می سازیم. در استودیو با شما یار محمد صمدوف و سفسن غیرزاده. سفری کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان که روزهای 11 تا 14 سپتامبر در ناحیه های سنگوار، نوراباد، لخش، تاجیک‌آباد و رشت جریان داشت به انجام رسید. 14 سپتامبر سرور دولت محترم امامعلی رحمان از ناحیه رشت به شهر دوشنبه برگشتند. سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان که روزهای 11 تا 14 سپتامبر در ناحیه های سنگوار، نوراباد، لخش، تاجیک‌آباد و رشت جریان داشت به انجام رسید. 14 سپتامبر سروری دولت از ناحیه رشت به شهر دوشنبه برگشتند. در فرودگاه ناحیه رشت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را راهبران و فعالان و یک گروه صاحبکاران ناحیه گرم و صمیمی گسل نمودند. سروری دولت برای پذیرایی گرم انجام دادن کارهای آبادانی و جانبداری سیاست سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان با مردم محنت قرین ناحیه رشت از جمله صاحبکاران همت بلند ایثار سپاس نمودند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان آنها را یک جا با مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رشت با ادامه و وسعت دادن تدبیرهای بنیادکاری برای استقبال سازاوار از 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان هدایت کردند. فعالان و صاحبکاران جمع آمده به سرور دولت وعده دادند که برای آبادی و شکوفایی دیار خیش منبعد نیز جهد و تلاش خواهند کرد. به خاطر سفر کاری به مناطق رشت و خصوص منطقه رشت شما را خیر مقدم میگویم. ما شما را از نام صاحب کارانی با ننگ و ناموسی انمین دیار رشتان باور میکنیم که در اطراف انمین خواهری عزیزمان که شما به حیث رئیس ناحیه در ناحیه رشت تعیین نمودید زیچ متحد شده طبق هدایت های شما که هدایت های سازندگی و آبادکاری و بنیادکاری های کمری همت بسته تمامی تاجیکستان عزیزه گلگل میشکفونه از جمله رشتان بزرگه. شکر این دم، شکر نعمت، شکر این خاک وطن، شکر استقلال و شکر صلح و وحدت در وطن. دوی باره دو واژه استقلالیت و وحدت برابری عباره های مادر، وطن، عزیز، مقدس و معتبره. بار دیگر شما را خوش آمدید میگویم. نور دیده تاجیکستان استقلالیت این رسیدن به سرمایه ملت و مملکت و ممالک است. خوش آمدید. نور دیده. در دوره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ناحیه رشت با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان انشاءات ساحه معارف و تندرستی و خدمت رسانی که به افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی با سهم صاحبکاران و ساکنان محلی بنیاد گردیدند به استفاده داده شدند. در دیگر انشاءات جشنی کارهای ساختمانی ادامه داشته مسئولین نقشه دارند که آنها را با صفت بلند و جوابگو به طلبات زمان مورد بهره برداری قرار دهند. گزارش همکارانمان. در دایره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه رشت انشاءات نو استحصالی و خدمت رسانی مورد استفاده قرار گرفت. بنگاه های طبی، مکتب های میانه، کودکستان، مرکز های خدمت رسانی، منزل های استقامتی بلند آشیانه، انشاءات ورزشی، اسفالت پوشکنی راه های محلی از جمله انشاءات می باشد که در این روزها مورد استفاده قرار گرفتند. در دهه شلمک جماعت دهات باقی رحیمزاده ناحیه رشت مرکز سلامتی به استفاده داده شد. انشاءات نو از 6 حجره کاری عبارت بوده در آن مطابق به طلبات برای خدمت رسانی شرایط فراهم گردیده است. کارهای ساختمانی ماه می سال 2023 آغاز گردیده بود و تا امروز با صفت بلند به انجام رسانیده شده است. در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 7 ناحیه رشت بنای ایلاوگی به استفاده داده شد. انشاءات ایلاوگی از 8 سیمخانه و 3 حجره کاری عبارت بوده برای 480 خواننده در دو بست پیش بینی شده است. استقلال دولتی، صلح و ثبات کامل و تطبیق سیاست حکومت مملکت رشد را در تمام ساحه ها تامین میکند.
مورد استفاده قرار گرفتن بنای ایلوباگی در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 61 واقع در دهه شهری نو جماعت دهات قلعنک نوحیه رشت مشکل نارسایی جای نشست را برطرف نمود. انشاءات نو از 10 سیمخانه و 3 حجره کاری عبارت بوده در مجموع برای 540 خواننده در دو بس پیشبینی شده است. امروز ساکنان به طور دستجمعانه در کارهای آبادانی سهمگذاری میکنند. نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان سهمگذاری فعالانه مردم را در بنیاد بناهای ایلوبگی تعلیمی از دستگیری سیاست اجتماعی رهبری دولت ارزیابی نموده، این تدبیر مهم را جهت فراهم شوی شرایط مساعد برای آموزش، رشد ساحه معارف و به وای رسیدن کادرهای لیاقتمند مهم دانستند. در دایره هدف ها جهت هرچی بیشتر فراگیری به تحصیل تو مکتبی در نزد بخچه بچگانه رقم 1 بنای ایلوبگی مورد استفاده قرار گرفت. در انشاءات نو 80 نفر به تعلیم و تربیه تو مکتبی فرا گرفته می شوند. این مهمترین وسیله رشد ذهنی و سویه دانش کودکان به حساب می رود. در دایره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان راه دهه پاجه جماعت دهات باقی رحیمزاده پر اسفالت پوش کرده شد. راه ما به درازی 5 کیلومتر اسفالت پوشید. راه ما خیلی زیبا. پیشتر این خیلی شرایط ها خوب نبود. حاضر باشد همه شرایط های ما خیلی مساعد می باشد. این تدبیر مهم در دایره دستگیری از اقدام های رهبری دولت جهت سهمگذاری در آبادی دیار از جانب صاحبکار محلی به انجام رسانیده شده است. مسافه عمومی راه تقریبا 5 کیلومتر را تشکیل می دهد و من بعد همگان از خدمت رسانی سطح بلند در این سمت بهره ور می شوند. در مرکز ناحیه رشت شهرک غرم 3 بنای بلند آشیانه استقامتی و مرکز های خدمت رسانی مورد استفاده قرار گرفت. بنیاد انشاءات نو در شب و روز تجلیل از سالگرد جشن استقلال دولتی فرح و خوشحالی همگان را افزون نمود. در برابر با منزل زیست تامین شدن همزمان در مرکز های خدمت رسانی شماره زیاد شهروندان با جای کار تامین گشتند. افتتاح مرکز سودای چهار آشیانه بابت به طلبات زمان مطابق شدن خدمت رسانی ها مساعدت میکند. منطقه رشت نفری هستم که یکم بود من بینای پنج آشیانه با مرکز سودا ساختگیم. چیلی که میبینین محصولات خارجی و وطنی خود ما آمده فروخته شدیم. اینچنین چند نفر را صاحب جای کار کردگیم. زنوی شهرک غرم خونشینو و چونین کارها مشغول هستن که در خونه چطوری نوزو دختر با همین مغازه آورده و نرخ ارزون میفروشند و رزق روزی زندگیشون رو پیش میبرند. همزمان در دایره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان مرکز خدمت رسانی کارخانه واحد دولتی اگرالیزینگ مورد استفاده قرار گرفت. فعالیت کارخانه اساساً به خدمت رسانی تکنیکی روانه کرده شده است. سمت اساسی فعالیت ساکنان ناحیه رشت که کشاورزی به حساب می رود، عملی شوی این تدبیر برای استفاده هرچی بیشتر امکانات های طبیعی، جهت استحصال مواد غذایی، بلند شدن ثمرناکی زمین و گوناگونی استحصالات روانه گردیده است. نمایندگان حکومت مملکت به فعالیت آغاز نمودن مرکز خدمت رسانی اگرالیزینگ را دلیل توجه و تدبیراندیشی های پیوسته حکومت مملکت برای فراهم آوردن شرایط مساعد کار به کشاورزان به خود دادند. روز تا روز کشور ما ترقی یافته در ساحه تکنیکا یک قطار پیشروی ها رفته ایستاده است. با دستگیری حکومت جمهوری و لایحه رشد چهارواداری امروز ما در ناحیه رشت دستگاه های حاضر زمان نو را وارد نموده و مرکز خدمت رسانی وصل نموده و استفاده بری آن را و استفاده داده ایستاده ایم. برای ناحیه های تاجیک‌آباد، لخش، نور آباد لازم نمیاد که به شهر دوشنبه و ناحیه های رودکی حصار سفر نمایند. می توانند که در ناحیه رشت که مرکز ما فعالیت دارد آمده در اینجا تجهیزات های خود، تراکتور های خود، نساس های سوزش واری، ول های زانودار و دیگر نمودی کارها را و انجام رسانند. افتتاح انشاءات ورزشی برای ترغیب طرز حیات سالم، بیشتر شدن رغبت نورسان و جوانان جهت اشتراک در مسابقه ها و ترغیب طرز حیات سالم مساعدت میکند.
иншооте ки дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мавриди истифода қарор гирифт барои ба талаботи замони кунунӣ мутобиқ шудани шароит фарогирии ҳарчи бештар ба хизматрасониҳои иҷтимоӣ таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва дар маҷмӯъ ба беҳтаршавии сатҳи зиндагии мардум мусоидат мекунад умуман тибқи нақшачорабиниҳо ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи рашт бунёди 307 иншооти соҳаҳои гуногун ба нақша гирифта шудааст аз ин теъдод дар солҳои 2022, 2023 ва 9 моҳи соли 2024 алакай 188 иншоот ба истифода дода шудааст, ки дар маҷмӯъ ба васеъшавии имкониятҳои истеҳсолӣ, рушди соҳаҳои иқтисодӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва ободу зебо шудани ноҳияи рашт ва беҳшавии сатҳи зиндагии мардум мусоидат мекунад. Ҳамин деҳа як деҳаи буд ки хур буд. А имрӯз ба як деҳаи шудааст ки ободу зебо. میبینند که به اون با پشتره نمیشناسند که همین دهه هم دهه هست در روزهای تجلیل از سالگرد جشن استقلال دولتی باشد در ناحیه رشت 17 انشاءات نو مورد استفاده قرار گرفت تحکیم سازندگی ها و زمینه گذاری در پیشرفت دوچند ساحه های اقتصادی و اجتماعی با شرافت استقلال دولتی از سیاست سازنده و ببرار راهبر دولت منشأ گرفته رشد اقتصادی را تامین میکند امروز هدف مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رشت در زمینه دستگیری و توجه پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان با تطبیق نقشه چارابینی های جشن 35 سالگی استقلال دولتی تحکیم سازندگی ها و بنیاد به استفاده دادن انشاءات نوی ساحه های اقتصادی و اجتماعی روانه کرده شده است نقشه و تدبیر اندیشه های حکومت مملکت مشخص است و آینده ساکنان و مهمانان در ناحیه رشت از خدمت رسانی های بهتر و سعادت روزافزون بهره ور می شوند این کودکانی خوشتاله دهاتی دعابه جماعت دهاتی تگابه ناحیه رشت هستند که با شرافت استقلالیت دولتی و در اساس دستور سپاریش های بواسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان صاحب مکتب نو زمانوی گشتند. انشاءات ساحه معارف که برای با تحصیل فرا گرفتن فرزندان ساکنان سه دهه دعابه، سردشت و کلندک ناحیه رشت اهمیت مهم دارد، در دایره سفر کاری سرور دولت به ناحیه رشت با اشتراک نماینده حکومت کشور و رهبریت ناحیه به استفاده داده شد. مؤسسه تسهیلات میانه عمومی رقم 66 دهه دعابه از دو آشونه و تخونه عبارت بوده برای 600 نفر خواننده در دو بست پیش بینی شده است. مکتب زیبا و زمانوی از جانب صاحبکار دهه غیور جورابایف در مهلت بیش از یک سال با سطح و صفت بلند ساخته شده است. صنفخانه های مؤسسه نوی تعلیمی 12 عدد بوده در آنها برای به تعلیم و تربیت درست فرا گرفتن طالب علمان شرایط زمان معاصر فراهم می باشد. آموزگاران جوابان به این همه دستگیری و غمخوری های رهبریت دولت و حکومت کشور وعده دادند که از چنین شرایط مساعد ثمرناک استفاده نموده کودکان را در روحیه وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی به وای رسانیده اشتراک فعالانه آنها را در آزمون های سطح جمهوری تامین می نمایند. نیرو و توانی خود را دریغ نداشته نسل نورس را در روحیه وطن و وطنداری تربیه می نماییم. جهتی جلب جوانان و نورسان به ورزش و سالمگردانی در تخونه بینوی مکتب یک تالار ورزشی کشاد و برهوا و در بیرون باشد یک میدانچه بازی فوتبال ساخته شده است. میدانچه ورزشی در عرفه انجامیابی قرار داشته صاحبکار روزهای نزدیک آن را پوره به طلبات زمان مطابق میگرداند. ما میدانچه را با دستگیری فرزندانم برای همه فرزندهای همه دیار در مدت 3 ماه ساختم. با به استفاده دادن این میدانچه برای ساکنان جماعت دهات دعابه باز یک مکان خوبی مشغول گردیدن به ورزش مهیا می شود. از تمام آموزگارا و تمرامونه خواهش می کنیم که تمام قوت غیرت خود را صرف کرده و از این مکتب دانشجو برارن که همه وقت خدمت دولت ملت بکنند. در همین روز بینوی الوبگی شعبه ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در منطقه و ناحیه رشت که از صفر ساخته شده است مورد بهره برداری قرار گرفت. بینوی دوشونه مقامات حفظ حقوق و ترتیبات جمعیتی در دایره سیاست بنیادکارانه سرور دولت محترم امام‌علی رحمان در کوتاه‌ترین فرصت بنیاد گردیده برای کارمندان شرایط کاری سازگار مهیا شد. طبق لایحه بینوی مجلسی با 260 کرسی در آشونه دومی بینوی نوساخت جایگیر
برای گذراندن دلخواه چرمنی های سیاسی تربیوی و فرهنگی فراغتی بسیار موافق می باشد. همزمان با مناسبت جشن 33 سالگرد استقلالیت دولتی، بینای اساسی و اتاقهای کاری ریاست وزارت کارهای داخلی در منطقه و ناحیه رشت پوره از تعمیر جاری برآورده شد. کارمندان ریاست با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان جهت دستگیری همه‌جانبه‌شان در سمت تامین شرایط مساعد کار و فعالیت اظهار سپاس و منتداری نموده وعده دادند که بهر تامین ترتیبات جمعیتی، مبارزه بر ضد جنایتکاری، تامین امنیت و ثبات و ولایت قانون همه دانش و تجربه کسبی خیش را ثمرناک استفاده می‌برند. استقلال دولتی رمزی صاحب دولتی ملت تاجیک است. بخشیده با جشن 33 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه چورابینی های جشنی برگزار گردید. همکاران ما گزارش می دهند. بخشیده با جشن 33 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در میدان استقلال شهر دوشنبه برنامه باشکوه فرهنگی و فراغتی برگزار گردید. تدبیری فرهنگی بحری بالیده خاطری ساکنان و مهمانان پایتخت مملکت تشکیل کرده شد که هنرمندان سرود و ترانه های ایفاده کننده استقلال و آزادی و دلانگیز را پیشنهاد اشتراکچیان گردانیدند. در چورابینی نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، کارمندان تشکیلات و مؤسسه ها و ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه اشتراک نمودند. ذکر گردید که استقلالیت رمزی عالی وطنداری، بزرگترین نعمت دولت سازی و دولتداری مستقل و کار و پیکارهای سازندگی به خاطر تامین بخت و سعادت واقعی ملت ها می باشد. استقلالیت برای ما نشانه برجسته پایداری دولت، وقای ملت و شرف و اعتبار به جهان متمدن پیوستن کشور صاحب استقلال تاجیکستان می باشد. احیای ارزش های ملی و حفظ و ترغیب یادگاری های تاریخی و فرهنگی برای بلند برداشتن روحیه وطن دوستی و وطن پرستی و خودآگاهی و خشتنشناسی مردم، خصوصا نورسان و جوانان بسیار مهم می باشد. امروز ها با شرافت استقلال دولتی ارزش های باستانی و رسم و آیین های نیک ملت تاجیک احیا گردیده، آنها در عرصه جهانی معرفگر تاریخ قدیمه تاجیکان و فرهنگ باستانی و غنی ملتمان می باشد. با روحیه بالیده و صمیمیت خاصه آمدن شماره زیادی تماشابینان به مکان برگزاری برنامه فرهنگی دلیل توجه بی‌واسطه جوانان به سرود و موسیقی اصیل و مهمتر از همه حفظ و ارزش‌گذاری به موضع‌های زیبای و دلربای وطنی محبوبمان می باشد. جوانان و مهمانان و ساکنان پایتخت زیر سرود و ترانه‌های دلنشین در کنار هم رقص و خرسندی نمودند. یادوار می‌شویم که نمایش برنامه‌های فرهنگی بخشیده به جشن 33 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در 4 ناحیه شهر دوشنبه با یک شکوه و شهامت خاصه برگزار گردید. برنامه با شکوه فرهنگی با تشویق‌های رنگین به انجام رسید. در میدان شرشرای پایتخت به افتخار جشن بزرگ ملی 33 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برنامه بشکوه رنگین هنری عبارت از سرود و موسیقی که ترنمگر استقلال و آزادی و صلح و ثبات سرتاسری در مملکت را ایفاده میکرد پیشکش ساکنان و مهمانان پایتخت گردانیده شد. ساکنان ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه با شکرگزاری از فضای صلح و ثبات مملکت این جشن ملی را تجلیل نمودند. امسال مردم شرفمند و تمدن ساز تاجیک 33 سالگی استقلال دولتی را با دستاوردهای ارزنده تجلیل می نمایند. باید تاکید نمود که ساکنان پایتخت سالهای آخر با جانبداری از سیاست سازنده پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان به دستاوردهای ارزنده نائل گردیدند. استقلال دولتی تاجیکستان را به جهان و جهان را با تاجیکستان نزدیک گردانید و سیاست درهای باز باعث بالاروی بی‌سابقه نفوذ و آبروی تاجیکستان در بین جامعه بین‌المللی گردید. ماست تطبیق چنین سیاست دوربینانه با زحمت و تلاش‌های شبانه روزی پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان به فراگیر و مستحکم گردیدن رابطه‌های تاجیکستان با همه دولت‌های جهان به خصوص کشورهای منطقه مساعدت نمود. بخشیده به جشن 33 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در میدان 80 سالگی مسکو ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه برنامه فرهنگی و فراغتی برگزار گردید. در چورابینی مسئولین، کارمندان تشکیلات و مؤسسه ها و ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه اشتراک نمودند. ابراز گردید که احیای ارزش های ملی و حفظ و ترغیب یادگاری های تاریخی و فرهنگی برای بلند برداشتن روحیه وطن دوستی و وطن پرستی و خودآگاهی و خودشناسی مردم، خصوصا نورسان و جوانان، بسیار
مهم می باشد. امروز ها با شرافت استقلال دولتی ارزش های باستانی و رسم و آیین های نیک ملت تاجیک احیا گردیده، آنها در عرصه جهانی معرفگر تاریخ قدیمه تاجیکان و فرهنگی باستانی و غنی ملتمان می باشد. برگزاری چنین چوربین ها امکان فراهم می آورد که ساکنان به خصوص جوانان با حس بلند وطن دوستی و ارج گذاشتن به ارزش های ملی سهمگذار باشند. در دوران صاحب استقلالی در اساس سیاست سازنده و بنیادکارانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر و ناحیه های مملکت بناهای بلنداشیانه استقامتی، انفراساختار معیشی و خدمت‌رسانی و باغ و گلگشت ها بنیاد گردیده است که امروز جمهوری تاجیکستان با مکان سبز و خورم، سیر و سیاحت و استراحت و فراغت ساکنان و مهمانان مبدل گشته است. ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه روز تا روز آباد و زیبا گردیده با پیشروی های نظر از نایل گردیده است. برنامه کنسرتی که در این روز از جانب هنرمندان بخش فرهنگ ناحیه راه اندازی گردید، خاطر اشتراکچیان چورابینی را بلیدن نمود. بخشیده بعد تجلیل 33 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در باغ عمر خیام ناحیه سینای شهر دوشنبه برنامه فرهنگی فراغتی دایر گردید. در صحن باغ نمایش فروش مال و محصولات کشاورزی برگزار گردیده مهمانان از آن دیدن نمودند. در چورابینی گفته شد که با شرافت صاحب استقلالی مملکت مردم شریف تاجیکستان عید و جشن‌های ملی و دولتی را با دستاوردهای ارزنده استقبال می‌نمایند، زیرا استقلالیت بهترین نعمت و گرانترین ارزش برای هر یک دولت و ملت بوده، عامل اصلی رشد ترقی و زمینه‌سازی حضور در عرصه جهانی جهت انکشاف و حفظ منفعت‌های ملی و دولتی به شمار می‌رود. در محفل فرهنگی کارمندانی که در فعالیتشان نتیجه های نظررس مهنتی داشتند با افتخارنامه ها قدردانی گردیدند. در آخر برگزاری چورابینی فرهنگی تحت عنوان استقلالیت پاینده باد پیشکش تماشابینان گردانیده شد که در آن هنرمندان با پیشنهاد سرودهای ترنم کننده وطن پرورانه به چورابینی شکوه و معنی بیشتر ضم نمودند. بخشیده با 33 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در باغ فرهنگ و فراغتی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه برنامه فرهنگی و فراغتی برگزار گردید. در این روز از جانب ساکنان ناحیه نمایش هنرهای مردمی و محصولات های کشاورزی دایر گردید که مهمانان و ساکنان از آن دیدن نمودند. در چورابینی مسئولین و کارمندان تشکیلات و مؤسسه ها و ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه اشتراک نمودند. احیای ارزش های ملی و حفظ و ترغیب یادگاری های تاریخی و فرهنگی برای بلند برداشتن روحیه وطن دوستی و وطن پرستی و خودآگاهی و خشتن شناسی مردم خصوصا نورسان و جوانان بسیار مهم میباشد. در چورابینی نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و مسئولین ناحیه اشتراک و سخنرانی نمودند. امروزها با شرافت استقلال دولتی ارزش های باستانی و رسم و آیین های نیک ملت تاجیک احیا گردیده، آنها در عرصه جهانی معرفگر تاریخ قدیمه تاجیکان و فرهنگ باستانی و غنی ملتمان میباشند. برگزاری چنین چورابینی ها امکان فراهم می آورد که ساکنان به خصوص جوانان با حس بلند وطن دوستی و ارج گذاشتن به ارزش های ملی سهمگذار باشند. در دوران استقلالیت در اساس سیاست سازنده و بنیادکارانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر و ناحیه های مملکت بناهای بلنداشیانه استقامتی، انفراساکتور معیشی و خدمت‌رسانی و باغ و گلگشت ها بنیاد گردیده است که امروز تاجیکستان به مکان سبز و خورم، سیر و سیاحت و استراحت و فراغت ساکنان و مهمانان مبدل گشته است. ناحیه فردوسی شهر دوشنبه در دوام سالهای صاحب استقلالی مملکت آباد و زیبا گردیده به پیشروی های نظررس نائل گردیده است. برنامه کنسرتی که در این روز از جانب هنرمندان بخش فرهنگ ناحیه برگزار گردید با چورابینی شکوه دیگر ضم نمود. واقعا ساکنان را ضرور است برای پایداری صلح و ثبات سهمگذار باشند، زیرا همه تدبیرهای عملی نموده پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت فراهم ساختن زندگی شایسته روانه گردیده است. استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بزرگترین و مقدسترین نعمت نشانه عالی هویت ملی، افتخار از ناموس وطنداری، رمز هستی ملت باستانی و صاحب اختیاری و صاحب دولتی تاجیک و اساس خوشبختی و سربلندی ساکنان تاجیکستان می باشد. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه جهت اجرای قرار رئیس شهر دوشنبه از 9 آوگوست سال 2024 درباره تجلیل جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه چورابینی جشنی را با اشتراک فعالان پایتخت در تالار مؤسسه دولتی مکتب بچگانه صنعت به نام آدینه هاشم دایر نمود.
در باغ کروش کبیر با تشبث مرکز جمهوروی مؤسسه های تحصیلات علاوگی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان چرابینی فرهنگی بخشیده به جشن 33 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در چرابینی مذکور مسئولین و تعلیم گیرندگان مؤسسه های تحصیلات علاوگی کودکان و نورسان ناحیه های شاه منصور، سینا، فردوسی، اینچنین مرکز کودکان و نورسان شهر دوشنبه و مرکز جمهوروی مؤسسه های تحصیلات علاوگی اشتراک نمودند. ضمن برگزاری چرابینی روز گردید که رسیدن به استقلالیت دولتی از دستاورت های بزرگ و ارزنده به حساب رفته، بزرگترین نعمت ملت تاجیک در تمام دوره ها می باشد. جمهوری تاجیکستان در ظرف 33 سالی صاحب استقلالی به دستاورت های بزرگ نائل گردید که قرن های دراز آرزو و آمال ملت محسوب می شوند. استقلال دولتی برای ما امکان فراهم آورد که راه امروز آینده ملت و دولت را به سوی جامعه دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی انتخاب نماییم. در قسمت آخر چرابینی بحری بولی در روحی اشتراکچون و ساکنان پایتخت شعر و سرودها که سرشار از صلح و ثبات سرتاسری، دوست داشتن وطن و استقلالیت عبارت بود پیشنهاد گردید. اینچنین در روند چرابینی مراسم جایزه سپاری به اشتراکچون و غالبان آزمون‌های بهترین خدمتچی دولتی از حساب زنان و آزمون خوشنامانی بهترین دایر کرده شد. هدف برگزاری آزمون بهترین خدمتچی دولتی از حساب زنان این عملی نمودن دستور و سپارش های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان محسوب یافته، آن در شهر دوشنبه با مقصد تقویت بخشیدن به دانش و ملکه و کسبیت زنان خدمتچیان دولتی، بلند برداشتن حس وطن دوستی و افتخار ملی، تامین حقوق و منفعت های زنان و آماده نمودن کادرهای رهبری کننده از حساب زنان و دختران بالایقات شهر دوشنبه. آزمون خوشدامنی بهترین با مقصد تقویت بخشیدن مقام و نقش اویلا در جامعه، بلند برداشتن مسئولیت اویلا در تحکیم فرهنگ اویلاداری همچون ارزش مهم اجتماعی، فرهنگی، نگاه دارنده انانه های ملی، معنوی و اخلاقی در مناسبت های اویلاوی، بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان و روزگارداری اویلاها، سالم، استوار و پایدار نگاه داشتن اویلاها، کاهش دادن شماره بکارشوی عقد نکاح، بلند برداشتن مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه کودک، آماده نمودن جوانان به حیات مستقلانه و حمایه آنها به نگاهوبین و پرستاری والدین می باشد. غمخوری در حق یتیمان و معیوبان، اویلاهای کمبیزوات، شخصان نیازمند و دستگیری آنها در سیاست اجتماعی رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان از جمله سمت‌های مهم بوده، در تمام قلمرو مملکت گروه‌های ذکر شده اهالی از هر یک اقدام و تشبث‌های خیرخواهانه و انسان دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی بهره‌مند می‌گردند. در عرفه تجلیل جشن 33مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، به زیاده 12500 نفر از جمله اشتراکچیان و معیوبان جنگ بزرگ وطنی سالهای 1941-1945، شخصانی با آنها برابر کرده شده، یتیمان کل، کم بیزاعتان، معیوبان، مکتب اینترنت ها برای کودکان یتیم و بیپرستار، قسم های حربی حدود شهر دوشنبه، اینچنین کارمندان مؤسسه نگهداری راه های شهر دوشنبه، کمک های پولی و مادی رسانده شد. دستگیری معیوبان، یتیمان و بیپرستاران و اویلاهای نیازمند از سالهای اول صاحب استقلالی در مد نظر پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان قرار داشت و چون انعنه در عرفه همه عید و ایام این اقدام نیک و انسان دوستانه صورت میگیرد و این عمل جوان مردانه و انسان دوستانه را امروز رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی نیز ادامه میبخشد. در سودی عالی جمهوری تاجیکستان با استقبال جشن 33مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مجلسی تنتنوی برگزار گردید. ذکر شد که استقلال والاترین و با ارزشترین دستاورد ملت تاجیک در مسیر تاریخ دولتداری بوده، ماست به شرافت استقلالیت تاجیکستان چون عضوی برابر حقوق جامعه جهانی اعتراف گردید. استقلالیت نشانه آزادی، هویت، رمز صاحب دولتی و تنداری، سعادت، افتخار و ناموس و شرط پایداری ملت تاجیک می باشد که تقدیرش را به دست خیش نوشته، نظام دولتداری و سیاست داخلی و خارجی خود را مستقلانه معین نموده است. با قبول اعلامیه درباره استقلالیت دولتی، باری نخست در تاریخ دولتداری تاجیکان مفهوم تجزیه حاکمیت دولتی قید گردیده، حاکمیت سودی در برابر حاکمیت قانونگذار و حاکمیت اجرایی مقام خود را پیدا کرده، تنها به کنستیتوسیا و قانونها تکیه نموده، عدالت سودی را تامین می نماید.
کند. قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان 6 نویبر سال 1994 چون ارزشمندترین و بزرگترین دستاورد استقلالیت دولتی به مرحله تازه رشد قانونگذاری جمهوری تاجیکستان اساس گذاشت. تاجیکستان دولتی صاحب اختیار دموکراتی حقوق بنیاد دنیوی و یگانه اعلان گشته. پرینسیپ های تشکیل نظام مقامات حاکمیت دولتی و ترتیب فعالیت آنها مشخص گردید. موافق کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان حاکمیت سودی یکی از رکن های مستقل حاکمیت دولتی به حساب می رود. حاکمیت سودی مستقل بوده از نام دولت و از طرف سودها عملی می گردد. حاکمیت سودی حقوق آزادی های انسان و شهروند، منفعت دولت، تشکیلات و مؤسسه ها، قانونیت و عدالت را حفظ می نماید. در ادامه مجلس تنتنوی سودیه های سودیالی و سودهای جمهوری در موضوع های اهمیت تاریخی استقلالیت دولتی در رشد و تحکیم دولتداری ملی، ماهیت و استقلالیت دولتی و تشکل حاکمیت سودی مروزه ها نمودند. در برابر دیگر وزارت اداره ها و تشکیلات و مؤسسه های کشور کارمندان وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان 33مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را در فضای تنتنوی استقبال گرفتند. در شورا بین ایدونا بخشیده به این جشن بزرگ و مقدس رهبریت و کارمندان وزارت با روحیه ایدونا اشتراک و سخنرانی نمودند. ذکر گردید که در دوران صاحب استقلالی با شرافت سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان کشور ما نه تنها روابط سودمند را با دیگر دولت‌های جهان برقرار نمود بلکه با تطبیق دیپلماتیای خاصی خود که به حفظ منفعت‌های ملی و احترام ارزش‌های عمومی بشری اساس یافته است باعث یک کشور فعال و تشبثکار در حل مسائل گلوبالی شناخته شد. کارمندان وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان نیز در برابر دیگر ساکنان کشور در فضای صلح و ثبات کاملی وطن فعالیت خود را به راه مانده برای کسب هنرآموزی ساکنان بی‌شغل و با کار دائمی تامین نمودن آنها سهمی نظر است می‌گذارند. امروز کلی هموطنان افتخار از آن دارند که 33 سال قبل از این نخستین خشهای پایدار استقلال واقعی و دولتداری ملی خود را نهاده از شرافت مستقلیت صاحب رمزهای دولتی پرچم نشان و سرود ملی گردیدیم. باید گفت که در تحکیم استقلال دولتی تاجیکان نقش اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان برجسته و بزرگ است. با درک نقطه تمامی ساکنان کسب و کار گوناگون کوشش می‌نمایند که هدایت‌های خردمندانه سرور دولت را سرمشق کار خود قرار داده در رشد باثبات وطنی محبوب خیش تاجیکستان صاحب استقلال سهم خود را گذارند و همساله جشن استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را با دستاوردهای نظر است استقبال بگیرند. استقلالیت خورشید است که به همگان نور خود را عطا کرده امکان می‌دهد برای تحکیم آن و بهره پیشرفت دولت ساکنانش استوارانه مهنت نمایند. در وزارت عدلیه با اشتراک رهبریت و کارمندان همایش تنتنوی برگزار گردید. ضمن چوربینی ذکر گردید که ما در مدت کوتاه زمینه دولتداری نوین خود را گذاشته صاحب استقلالیت واقعی سیاسی شدیم و همچون سوبیکتی کامل حقوق بین‌المللی اعتراف گردیدیم. در این مدت نچندان طولانی اساسهای ساختار کنستیتوسیونی و اداره‌کنی دولت تنظیم گردیده کنستیتوسیای مملکت توسط رای پرسی عموم خلقی قبول شد. این همه ثمره سیاست درست و راهبری و راهنمایی های ابرمردان ناتکرار پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان است که ما با چنین دستاوردهای بزرگ نائل شدیم. ثمره چنین سیاست بود که ما راه جامعه عدالت پرور و آزاداندیشی حقوق بنیاد دموکراتی و دنیوی را پیش گرفتیم و با سیمای خاص خود به جامعه جهانی وارد گردیدیم. با بنیاد رکن‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دولتمون نائل شدیم. وحدت و یگانگی و تمامیت ارضی مملکت را نگاه داشتیم. در فرجام چهارمین یک قدر کارمندان با مکافات‌های دولتی و سپاسنامه و رتبه‌ها قدردانی شدند. هنرمندان باشند با سرودهای وطن دوستی طبع حاضرین را شاد نمودند. استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان رویداد تاریخی که در حیات ملت کهن‌بنیاد تاجیک گردش کلی و سرنوشت ساز را به وجود آورد و مردم ما با شرافت این پدیده زندگی ساز تقدیر آینده دولت و ملت خود را به دست خیش گرفتند 33 ساله شد. این نکته ضمن برگزاری چهارمینی که به افتخار جشن 33 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید ابراز شد. در چهارمینی شکوهمند جشنی راهبریت نماینده دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دایره وسیع کارمندان کمیته اشتراک نموده در باب استقلال ملی و مرحله های رشد باثبات جامعه نوین تاجیکستان ابراز نظر نمودند.
تاکید کرده شد که استقلال دولتی برای مردم ما امکانیت نادر تاریخی فراهم آورد که زیر پرچم ملی خود متحد شده با زحمت اهلانه و بنیادکارانه بسیار مشکلات و مانعهای سخت و سنگین را پس سر نمایند و کشور محبوبمان را به مرحله رشد استوار اقتصادی و اجتماعی رسانند. با تاکید اشتراکچیان چهارابینی محض در نتیجه زحمت صادقانه و وطن دوستانه ساکنان سربلند مملکت پایدار دولت نوین تاجیکان همچون دولت دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیوی و اجتماعی گذاشته شد. کشور ما در عرصه جهان اعتراف گردید و مهمتر از همه برای پیشرفت همه ساحه‌های حیات جامعه و باز هم بهتر گردیدن سطح و صفت زندگی اهالی شرایط مساعد فراهم آورده شد. در قسمت آخری چهارابینی با یک زمره کارمندان کمیته برای سهم ارزنده‌شان مکافات‌های دولتی را از نام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان معاون یکم رهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تقدیم نمود. استقلالیت مقدس‌ترین و عزیزترین نعمت، رمزی سعادت و اصالت ملت، شرف و ناموس وطنداری و نشانه پایداری بقای دولت می باشد. بخشیده به این سنه فرخنده در کمیته حالات فوق‌العاده و مدافع گرجنانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همایش دایر گردید. برآمد کنندگان ابراز نمودند که استقلالیت رمزی عالی وطنداری، بزرگترین نعمت دولت سازی و دولتداری مستقل و کار و پیکارهای سازندگی به خاطر تأمین بخت و سعادت واقعی ملت ها می باشد. استقلالیت برای ما نشانه برجسته پایداری دولت، بقای ملت و شرف و اعتباری به جهان متمدن پیوستن کشور صاحب استقلال تاجیکستان می باشد. در جمع آمد ابراز گردید که امروز کمیته حالات فوق العاده و مدافع گرجنانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با دستگیری پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان دارای انفراستراکتور معاصر معموری بوده، از جمله مرکز جمهوریوی تعلیمی و متدی، ریاست خدمات مخصوص گردانده شده کوفتکاوی و نجات دهی، مرکز ملی آماده سازی نجات دهندگان، خدمات ضد جهالت، تکنیک و تجهیزات زمانوی، استادها و انشاءات یاری رسان قسم‌های حربی میباشد. سپس در آخری چهارابینی کارمندانی که نتیجه های نظررس کاری دارند و نمونوار وظیفه های خدمتی را اجرا کردند با مکافات های دولتی و رتبه ها قدردانی شدند. در کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان بخشیده با 33 سالگی استقلال دولتی و 30 سالگی تاسیس کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان چهارابینی جشنی دایر شد. ذکر گردید که استقلالیت دولتی آغاز کاملا نو در تاریخ دولتداری تاجیکان، مرحله تازه در تشکل هویت ملی و مقدس‌ترین و بزرگترین جشن برای مردم تاجیکستان محسوب می شود. استقلال و آزادی مایه افتخار و سرفرازی و ننگ و ناموس ملت با فرهنگ و سلحافر تاجیک است که با شرافت آن بیش از 13 ساله این جانب برای آبادی وطن جهد و تلاش می نماید. در دوران صاحب استقلالی تمام از متلاش تشبس های سازنده و بنیاد کرونه و نقشه و هدف های استراتژی عملی گردیده به خاطر معیا ساختن شرایط و زندگی شایسته برای هر یک ساکن کشور، تحکیم استقلال انرژتیکی، حفظ امنیت و زخواری، برآمدن از بنبست کمونیکاسیونی و به مملکت پیشرفته و نواتی تبدیل دادن تاجیکستان روانه شدند. در ادامه چهارابینی با یک قطار کارمندان مکافات های صحوی و تحفه ها تقدیم گردید. حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته خدمات های ارزنده و فداکاری های خدمتچیان حربی قواهای مسلح کشور را به طور شایسته قدردانی می نماید. در این زمینه مکافات های دولتی به افسران کمیته مرکزی تشکیلات مددگار مدافع از نام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان رسانیده شد. ضمن برگزاری چهارابینی تاکید شد که بقای ملت، پایداری استقلال دولتی، نائل شدن به مهمترین دستاورد آن صلح و ثبات و وحدت ملی محصول خیرد بزرگ، تلاش وطن دوستانه و تشبس و اقدام برجسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان می باشد. استقلالیت مقدس‌ترین و عزیزترین نعمت، رمز سعادت و اصالت ملت، شرف و ناموس وطنداری و نشانه پایداری و بقای دولت می باشد. زیرا استقلال دولتی هویت ملی مردم تاجیک را به زینه کاملا نو برداشت و برای تقویت و گسترش پیدا کردن وحدت تمام ساکنان تاجیکستان زمینه پایدار فراهم آورد.
کارمندان تشکیلات مددگاری مدافع که آن سازمان میهن پرستی به شمار می رود در راه عملی نمودن مقصدهای آیین‌نامه‌ای تشکیلات تربیه حربی و تندرستی شهروندان تیار نمودن متخصصان برای احتیاجات قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان و رشد انکشاف نمودهای حربی تکنیکی ورزش فعالیت نموده با این راه در مستحکم نمودن پایه‌های استقلال دولتی و پیشرفت تاجیکستان سهم ارزنده می‌گذارند در انتهای چهارمینی جشن زحمت و تلاش های خدمتچیان حربی و کارمندان فعال تشکیلات به طور شایسته قدردانی گردید. در دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان در برابر دیگر مؤسسه‌های عالی مملکت جشن 33مین سالگرد استقلالیت دولتی را با تشکیل نمودن برنامه رنگین فرهنگی برگزار گردید. ضمن برگزاری چهارمین ریاست دانشگاه ابراز نمود که بعد به دست آوردن استقلال دولتی ما در تمام ساحه‌های حیات جمعیتی مخصوصا ساحه علم و معماری به دستاوردهای نظرست نائل گردیدیم. ذکر گردید استقلال کشور تحت رهبری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان پیوسته در روش بوده سهم استادان و کارمندان این بارگاه علم و معرفت دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان در حفظ ارزش‌های استقلال ملی و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی جامعه نظرست میباشد. در ادامه چهارمین یک زمره کارمندان و آموزگاران با افتخارنامه و سپاسنامه‌ها قدردانی کرده شدند. در قسمت آخر چهارمین از جانب اهل فرهنگ دانشگاه بحر بالیداروحی اشتراکچیان برنامه رنگین فرهنگی پیشکش گردید که ترنمگری استقلال و آزادی و صلح و ثبات سرتاسر را ایفاده میکرد. خاطر مهمانان و اشراکچیان را شاد نمود. در کالج تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد اوسمی نیز بخشیده با 33 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان چهارمین علمی فرهنگی در موضوع صنایع استقلال با اشتراک آموزگاران و کارمندان و دانشجویان برگزار گردید. ذکر شد که استقلال آزادی مایه افتخار شان و شرف ننگ و ناموس و آبروی و اعتبار شهروندان میباشد. اظهار گردید که استقلالیت دولتی رمزی عالی وطن و وطن دوستی بزرگترین نعمت دولت سازی و دولتداری مستقل کار و پیکار سازنده از متلاش های فداکارانه رسیدن به استقلالیت سیاسی اقتصادی فرهنگی را آموزانده معیارهای جامعه شهروندی را تحکیم بخشید و در یک وقت حیات آزادانه هر فرد و عالی‌ترین درجه بخت و سعادت واقعی ملت را تامین نمود. اینچنین دایر به دستاوردهای دوران صاحب استقلالی رشد و پیشرفت در 33 سال مستقلیت تاجیکستان تلاش های شبانه روزی سرور دولت در رابطه با توجه خاصشان و بخش مکتب و معارف بنیاد انشاءات طبی رشد فرهنگ و معنویات نشان دهنده های بخش کار با زنان و اویله روزگاری جوانان مظفریت ورزشگران مملکت و دیگر پهلوهای ساحه‌های اجتماعی سخن گفته شد. در ادامه به یک زمره کارمندان آموزگاران و دانشجویان مکافات و تحفه ها سپاریده شد. سپس از طرف دانشجویان به مناسبت 33مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه برای خوانندگان بالایوقت در شهر دوشنبه با استقبال جشن 33 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان چهارمین جشن تحت عنوان ما نسل خوشبخت زمانیم دایر شد. در چهارمین ایدانه خوانندگان و آموزگاران مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه برای خوانندگان بالایوقت در شهر دوشنبه و شاعر خلقی تاجیکستان محمد غایب اشتراک داشتند. در همایش دایر به اهمیت تاریخی استقلال دولتی برای ملت تاجیک و دستاوردهای دوران صاحب استقلالی اندیشه‌رانی کرده شد. در ادامه شعرها در وصف وطن روند سازندگی و آبادکاری ها در مملکت قرائت گردید. صاحب استقلالی و سیاست موفق و بارآور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان است که امروز بهترین شرایط ها برای تحصیل و علم آموزی خوانندگان در مؤسسه های تحصیلاتی فراهم گردیده است. با استفاده از شرایط های معاصر و ضروری نسل نوراس و جوان علم آموزند، در المپیاده های سطح های گوناگون اشتراک میکنند و معرفگر دولت و ملت میگردند. در ادامه از جانب خوانندگان برنامه فرهنگی و فراغتی پیشکش اشتراک داران گردید. بویسی خوشنودی است که جشن مبارک و مقدس ملی استقلال دولتی سال تا سال نفوذ خاصه پیدا کرده، مردم تاجیکستان روز استقلال دولتی کشور را چون نشانه قدرشناسی به این صحنه تقدیرساز ملی
هر سال همچون جشن بزرگ عمومی ملی در فضای باشکوه ایدانه تجلیل می نمایند. هیئت کارمندان سر اداره گیالوگ نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نیز ضمن برگزاری چورابینی ایدانه بخشیده به 33مین سالگرد استقلال دولتی تاکید نمودند که استقلالیت بهترین نعمت و گرانترین ارزش برای هر دولت و ملت بوده، عامل اصلی رشد ترقی و زمینه سازی حضور در عرصه جهانی جهت انکشاف و حفظ منفعت های ملی و دولتی به شمار می رود. در دوران صاحب استقلالی مملکت سر اداره گیالوگ نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به دستاوردهای نظررس نائل گردید. استقلال و آزادی نعمتی عزیزترین زندگی و ثروت مقدسترین می باشد که از برکت آن امروز هر یک فرد تاجیکستان در وطن آزاد خود حیات آرام و آسوده و شرایط و امکانیت کار و فعالیت سازنده و آبادگرانه دارد. بخشیده به این صنعه فرخنده در شهر و نواحی ولایت مختار کوهستان بدخشان چورابینی های گوناگون جشن برگزار گردید. گزارش خبرنگاران ما. استقلالیت دولتی ارزشمندترین دستاورد ملت فرهنگسالار و کهن‌بنیاد تاجیک در زمان معاصر بوده، ساکنان سربلند بومی جهان در برابر دیگر گوشه و کناری مملکت به این جشن ارزنده ملت ارج خاصه میگذارند و آمادگی کامل دیده صبح صادق با روحیه بلند و افتخار بی‌اندازه در تئاتر دولتی موسیقی مساکوی به نام مهربان نظرف به هم آمدند، زیرا مردم سربلند ولایت میوه شهدبار استقلال و آزادی وطن را از همه دیده بیشتر چشیده، در ظرف 33 سال صاحب استقلالی کشور در شهر و نواحی ولایت هزارها انشاءات تعینات گوناگون قامت افراخته، هدفهای استراتژی ملی عملی و ساحه‌های خواجگی خلق به طور بی‌سابقه روش نمودند. امروز ساکنان سربلند بدخشان در فضای آرام و آسوده مملکت زندگی شایسته داشته، خرد و بزرگ ولایت مختار کوهستان بدخشان همواره درک می نمایند که استقلالیت مقدسترین و ارزشمندترین نعمت دنیا، رکن اساسی دولت آزاد، رمز شرف و ناموس وطنداری و نیروی تکانبخش حیات روزه آنها بوده، جشنی است که خرد و بزرگ را به هم می آورد و در نهاد هر یک شهروند مملکت مهر و شفقت و آبادی و سازندگی را پرورش می نماید. چورابینی تنتنوی بخشیده به 33 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان صدا دادن سرود ملی آغاز گردید. مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت تاکید نمود که با شرافت استقلالیت دولتی ملت تاجیک امکانیت پیدا نمود که در ردیف بنیاد دولتداری ملی نوین خود همچنین غنوتمندی تاریخی، فرهنگی، علمی و هنری خود را از نو به جهانیان معرفی و جایگاه سازوار خود را در عرصه بین المللی پیدا نماید. گذشته از این امروز دولت و رهبریت عالی مملکت در حل مشکلات مختلف سطح منطقوی و جهانی با تشبث‌های تاریخی مهم خود فعالانه برآمد نماید که شرف بزرگ برای هر یک ساکن مملکت ارزیابی کرده می شود. در ادامه از روزهای رسیدن به استقلالیت کامل ملی یادآوری گردیده، در خصوص عملشوی هدفهای نیکو سازنده دولت و حکومت مملکت و رسیدن به زندگی شایسته مردم سخن کرده شد. تاکید گردید که ماز روبری جسورانه، راهنمایی عقلانه، ملت دوستی، وطن پرست، جان فدایی، خرد والا، دوراندیشی و دیگر صفاتهای بلند به پیشوای ملت خاص در برابر دیگر خصلت‌های برجسته این شخصیت سطح جهانی و تاریخی امکانیت به وجود آوردن که خلق تاجیک صلح و ثبات را در وطن خود تامین و استقلال دولتی رو حفظ نماید. نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان پیام و تمنیات نیک و صمیمانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان را به ساکنان زحمتقرین و شرفمند ولایت مختار کوهستان بدخشان رسانده، خرد و بزرگ ولایت را به جشن مقدس و فرخنده ملت 33 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک و شادباشی نموده، به مردم سربلند بدخشان سربلندی و سعادتمندی، خانه آباد و سعادت زندگی و به کشور بیشتاسای تاجیکستان آسودگی و صلح جاودانی تمنا نمود. قید گردید که دوام سال روان در زمینه وارد شدن بدخشان به مرحله نویروش صدها انشاءات اقتصادی و اجتماعی نو در ولایت مورد بهره‌برداری قرار داده شده، انفراساختار نو و زمانوی قامت افروختند که به رشد ولایت و بهتر شدن سطح و صفت زندگی مردم تکان باز هم جدی بخشیدند. بخشیده به 33مین سالگرد جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، فرماندهان سوای علم و فرهنگ، استحصال مال و خدمت رسانی ها، مقامات محلی حکومت دولتی، دیگر خدمتچیان دولتی و صاحب کاران برای سهمی ارزنده در رشد علم و فرهنگ مملکت، حفظ سلامتی اهالی، فعالیت ثمرناک در خدمت دولتی و دستاوردهای نوین استحصالی و صاحبکاری با مکافات‌های دولتی، مدال خدمت شایسته و افتخارنامه جمهوری تاجیکستان در وضعیت تنتنوی سرفراز گردانده شدند. تنتنه‌های جشنی با افتخار 33مین سالگرد جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در بنای تئاتر دولتی موسیقی مساکوی به نام مهربان نظرف شهر خوروغ با هنرنمایی اهل فرهنگ و صنعت ولایت ادامه یافت. صنعتکاران ولایت در این روز توانستند با بهترین
сурудҳои ватандӯстона ва таранумкунанда истиқлоли давлатӣ ва ваҳдату ягонагӣ хотири меҳмонону тамошобинони сершуморо шоду хурам намоянд. Бахшида ба таҷлили арзанда 33-умин солгарди ҷашни нодиру сарнавиштсоз истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар толори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. Дар чорабинии роҳбарият ва ҳайати шахсӣ ҷузу томҳои мақомоти корҳои дохилӣ дар вилоят иштирок намуданд. Таъкид гардид, ки ин ҳадияи гарон арзишро бояд посу гиромӣ дошт, зеро дар масири таърих баъди 1000 соли таназзул давлати кӯҳанбунёди тоҷик аз нав эҳё гардид ва имрӯз зиёда аз 170 давлати ҷаҳон тоҷикистонро ҳамчун давлати сулҳофар мешиносанду эътирофаш мекунанд. Қайд гардид, ки имрӯз аксари давлатҳои ҷаҳон сулҳу амнияти тоҷикистонро намунаи ибрат медонанд. Аз ин рӯ ҳар як сокини кишвар бояд ин неъмати бузурги миллиро ҳифз намуда онро маҳфуз нигоҳ дорад. Гуфта шуд, ки ҳар як шахси бедордил бояд дарк намояд, ки истиқлоли кишвар ва дастовардҳои 33 соли соҳибистиқлолии мамлакат ва пойдории сулҳу субот маҳз аз талошҳои бемислу монанди асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад ва аз баракати истиқлолияти давлатӣ дар даврони соҳибистиқлолии кишвар тамоми шароит ва дастовардҳои навин барои хизмату фаъолият муайё гардиданд, ки ин аз ғамхориҳои роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба кормандони мақомоти корҳои дохилӣ шаҳодат медиҳад. Таъкид гардид, ки аз рӯзҳои нахустини соҳибистиқлолии кишвар саҳми кормандони мақомоти милиция дар пойдор ва мустаҳкам намудани сулҳу субот ва ҳифзи рукну арзишҳои истиқлолият беназир буда, бо идоатҳои роҳбари мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавонистанд пойдории истиқлолиятро таъмин намоянд. Қайд гардид, ки вазъияти пуртазоди ҷаҳон имрӯзҳо моро водор месозад, ки дар пойдору ифз намудани сулҳу суботи кишвар ва пойдории истиқлолияти мамлакат саҳмгузор бошем. Дар фарҷоми чорабинии тантанавӣ ба муносибати 33-умин солгарди истиқлоли давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор кормандони мақомоти милитсияи Бадахшон бо нишони сарисинагӣ алочии милитсия медалҳои ҷашнӣ барои далерӣ, садоқат, барои хизмати шоён, рутбаҳои навбатии аяти колония роҳбарикунанда ва сипоснома-ҳо, раҳматнома-ҳову ифтихорнома-ҳои фахрӣ дар вазъияти тантанавӣ сарфароз гардонда шуданд. Дар ҳошияи тантанаҳои ҷашнӣ ба ифтихори 33-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Баландкӯҳи Мурғоби вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ду муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии ҷамоати Қизилработ ба номи қаҳрамонони Ҷумҳурии Тоҷикистон Шириншоҳ Шоҳтемур ва Бобоҷон Ғафуров дар фазои тантанавӣ номгузорӣ карда шуданд ва дар заминаи сиёсати маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати фароҳам овардани шароити сатҳи баланд ба насли наврасу ҷавон бинои нави интернати назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11 ба номи академик Бобоҷон Ғафуров ба истифода дода шуд. Қобили зикр аст, ки сохтмони бинои интернати муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11 ба номи академик Бобоҷон Ғафуров дар партави сиёсати созанда ва маорифпарваронаи пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2023 оғоз гардида, дар арафаи 33-умин солгарди истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо сатҳи баланд сохта ба истифода дода шуд. Шарофати истиқлолият, ваҳдату ягонагӣ ва талошҳои хастанопазири пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ноҳияи Мурғоб дар қатори дигар шаҳру ноҳияҳои ватани азизамон Тоҷикистон сол ба сол ободу зебо гардида, шароити баланди кору фаъолият ва зиндагӣ барои аҳолӣ фароҳам оварда шудааст. Синфхонаҳои мактаб интернат бо шароити баланди таълим ҷиҳозонида шуда, бо муосиртарин таъҷизот таъмин гардиданд ва ба хонандагони мактаб интернат имкониятҳои хуби таҳсил ва зисту зиндагониро фароҳам هم آوردند. مینداری خود را با اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای دستگیریشان و غمخورای پدرانشان مینداری بیان می نمایم. باید گفت که بنای نوی اینترنت نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 به نام اکادمیک بوباجون غفورف برای 50 نفر خواننده پیش بینی شده آن از مرکز ناحیه شهرک مرغوب در مسافه 135 کیلومتر دور واقع می باشد. با بنیاد بنای نو имконияти васеъ барои хонандагон фароҳам шудааст. Омӯзгорони мактаб интернат ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои дастгириҳои рӯзафзун ҷиҳати рушди бемайлони иқтисодӣ ва иҷтимоии ноҳия ва беҳбудии сатҳи таълиму тарбия дар ин гӯшаи дурдасти мамлакат арзи сипос баён менамоянд ва таъкид бар он намуданд, ки дар ҷавоб ба чунин ғамхориҳои падарона дар тарбияи насли наврас саҳми бештар хоҳанд гузошт ва ҷавонони лоиқи даврони соҳибистиқлолии мамлакатро ба камол хоҳанд расонд. با افتخار
افتخار این رویداد مهم از جانب آموزگاران و مسئولین ناحیه در جماعت دهات نمایشگاه تشکیل گردیده دستاوردهای آموزگاران مؤسسه های تعلیمی به تماشا گذاشته شد. همچنین به افتخار سهمگذاری در رشد سوای معارف و تربیه نسل نوروز در رویای وطن دوستی و وطن پرستی از جانب مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه مرغاب به یک قطار آموزگاران فعال دهه شیماخ جماعت دهات قوزده افتخارنامه و سپاسنامه در وضعیت تنتنوی تقدیم کرده شد و برنامه رنگین فرهنگی تشکیل و منظور مهمانان گردانده شد که به تجلیل این صحنه مهم تاریخی شکوهی دیگر را ضم نمود. استقلال جشن آزادی و خودشناسی احیای دولت و دولتداری و رشد و ترقی جامعه جشن شکوفایی مردم سربلند جمهوری تاجیکستان میباشد. استقلال پدیده نوی اقتصادی و اجتماعی آغاز بنیادکاری های تازه در حیات ملت سربلند تاجیک به شمار میرود. ناحیه کهن تاریخ شغنان در ظرف 33 سال صاحب دولتی از هر جهت رشد و تکامل یافته. امروزها مرکز ناحیه شهرک وحدت به یکی از مکانهای تماشاباب و جای کاری صدها نفر ساکنان گردیده است. با دستگیری های پیوسته حکومت کشور مخصوصا پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای حیات شایسته و فعالیت آزادانه سطح و صفت نیکو احوالی باشندگان ناحیه شغنان به مراتب بهتر گردیده است. برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دوران صاحب استقلالی از جانب کارمندان کسب و کار گوناگون و ساکنان محلی عبارت از محصولات خوراکا، نانی و قناری و کشاورزی، هنرهای دستی، محصولات از پشمینه تیار شده، دستاوردهای ساحه ورزش که شهادت از رشد و نموی تاجیکستان صاحب استقلال میباشند و نشانه بهتر گردیدن نیکو احوالی مردم ارزیابی میگردند. ساکنان این ناحیه محصول دستان خود را با محبت بی پایان در فضای آبادی دیار به مرز تماشای همگان گذاشتند. رنگارنگی نمایشگاه بار دیگر از هنر والو و زحمت اهلانه این مردم میهندوست گواهی میدهد. استقلال در تاریخ ملت کوهنبنیاد تاجیک با خط زرین ثبت گردید. این صحنه تاریخی در زندگی خلق تمدن آفر تاجیک همچون نعمت بی‌بها نشانه برجسته پایداری دولت محسوب می‌یابد. از خصوصی دستاوردهای 33 سال صاحب استقلالی در ناحیه شغنان قید گردید که سال تا سال شماره کارگاه و کارخانه‌های خرد و بزرگ برای فعالیت پرثمر ساکنان محلی با دستگیری‌های حکومت کشور به استفاده داده می‌شوند. این اقدام دوامدار بوده بهر تجلیل سازوار از جشن 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان. نقشه چارابینی در سمت ساختمانی باز دهها انشاءات اهمیت اقتصادی و اجتماعی داشته در ناحیه ترتیب داده شده است. عین زمان ساختمان راه موزه برسم و دالان ضد ترموی اینچنین پول ماشین گذر در جریان بوده، آن در حیات خواجگی خلق نه تنها ناحیه بلکه ولایت سهمی ارزنده خواهد گذاشت. گفته شد که دوران صاحب استقلالی شرایط فراهم آورد که برای زندگی شایسته مردم تمام شرایطهای لازمی از جانب دولت و حکومت مملکت فراهم آورده شوند. نیکو احوالی مردم نیز به مراتب بهتر گردیده، تأمین مردم با جایهای کاری دائمی، فراگیری کودکان و نوروسان به تحصیل و دیگر دستاوردها نصیب شهروندان تاجیکستان صاحب استقلال گردد. ساکنان سربلند ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان 33مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را با روحیه پر از فرح و شادمانی و شکرگزاری از فضای صلح و ثبات استقبال نموده، در برابر چارابین‌های فرهنگی و فراغتی و ورزشی همزمان جهت باز هم آباد و زیبا و بهتر و خوبتر گردانیدن شرایط کار و روزگارشان انشاءات گوناگون تعیین را مورد استفاده قرار می‌دهند. در عرفه این جشن پر افتخار ملی در دایره نقشه چارابین های مقامات اجرای حکومت دولتی ناحیه جهت سازوار پیشواز گرفتن 33مین سالگرد استقلال ملی در دهه خومبی ولی از طرف صاحب کار وطنی یک حمام مجهز با تمام شرایط های نو زمانوی برای ساکنان مورد بهره برداری قرار داده شد. حمام دارای آشخانه زمانوی بوده، هر نفر می تواند خوراک دلخواهش را آماده نموده تناول نماید. همچنین در اینجا توابت برای گیاهدرمانی از گیاهای محلی برآمده شده برای مشتریان طریق رایگان پیشنهاد کرده می شود. این بنا از دو آشخانه عبارت بوده، در قبت یکم حمام و آشخانه جایگیر بوده، در قبت دویم رخت خواب برای 6 نفر با تمام شرایط ها مهیا گردیده است. ساکنان و صاحبکاران ناحیه درواز همساله به خاطر سازوار پیشواز گرفتن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان اقدام های سازنده و بنیادکاری را عملی نموده، بعد این منوال در آباد و زیبا گرداندن یک گوشه دیار سهم ارزنده خویش را میگذارند. رهبریت ولایت مختار کوهستان بدخشان پیشرفت و شکوفایی و رشد و نموی ناحیه درواز را به دستگیری و توجه بواسطه رهبری دولت مربوط دانسته. این همه آبادکاری و سازندگی را ثمره دوران صاحب استقلالی و همدلی و همبستگی ساکنان این ناحیه ارزیابی نمودند. همین فضای صلح و ثبات و آسایشتگی مردم است که امروز ساکنان ناحیه درواز حرف شکرانه بر لب داشته، جانبدار سیاست پیشگرفته پیشوای معظم ملت میباشند.
استقلالیت بیشک پر ارزشترین و بی‌بهاترین دستاورد ملت تاجیک در زمان صاحب استقلالی مملکت محسوب یافته. این نعمت افضلترین به ملت تاجیک آبادی و آزادی، وحدت و همدلی، صداقت و محبت، افتخار و خوشنمایی عطا نمود. محض از این خاطر هر یک تاجیکستانی آن را بی صبرانه انتظاری میکشد. ساکنان سربلند ناحیه ونج همساله این جشن را با یک دلگرمی پذیرایی میکنند. امسال این روز تاریخی را در باغ فرهنگی فراغتی ناحیه ونج اهل زحمت در سطح بلند تجلیل نمودند. گفته شد که استقلالیت شناسنامه موجودیت ملت دانسته شده، معنی کامل حقوقی و صاحب اختیاری، نظام دولتداری و هستی و بزرگی هر یک ملت را افاده می نماید. میوه استقلالیت بخصوص برای ملت تاجیک شهبار شیرین است که طی عصرها در آرزوی دولت ملی خود بودند و توانستند بعد هزار سال دولتداری خود را دوباره برقرار نمایند. صاحب استقلالی و مردم شریف و زحمت قرین تاجیکستان روی نو بخشیده سطح خودشناسی، احساس وطنداری و افتخار ملی خرد و بزرگی کشور را به زینه نو برداشت. تاکید گردید که طی دوران صاحب استقلالی ملت کهن بنیاد ما با تجربه و سابقه دولت و دولتداری مرحله تقدیرساز رسیدن به صلح و وحدت ملی را پس سر کرد و در شورای عملی کننده نقشه های عظیم سازندگی که هدفشان با تقدیر نسل های امروزه و آینده پیوند مستقیم دارد قدم های استوار گذاشت. چاره‌بینی همچنین برای خدمت‌های شایسته به چند نفر از سابقه‌داران و دیگر کارمندان کسب و کار گوناگون سپاسنامه و تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم گردیدند. در آخر چاره‌بینی اهل فرهنگ ناحیه ونج برنامه کنسرتی را پیشکش اهل نشست نمود. با شرافت استقلال و آزادی، صلح و آرامی و وحدت ملی، تمام گوشه و کنار مملکت سال به سال آباد و زیبا و شرایط زندگی مردم منتظم بهتر گردیده ایستاده است. با افتخار جشن 33 سالگی استقلال دولتی در شهر و ناحیه های ولایت ختلان چورابینی های جشن دایر شد. از جریان برگزاری آن همکاران ما گزارش می‌دهند. در زمینه وسعت کارهای آبادانی و سازندگی به استقبال استقلال دولتی با تشبث ریاست دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو در برابر دیگر عملهای بنیادکاری همزمان بنای خوابگاه دانشگاه تعمیر پوره گردیده با فراهم سازی شرایط مناسب زیست دانشجویان در روزهای تجلیل از جشن 33 سالگی استقلال دولتی مورد استفاده قرار داده شد. طبق اطلاع خوابگاه موجوده دانشگاه دولتی باختر چهار آشیانه بوده دارای 131 حجره استقامتی با فراگیری زیاده از 500 نفر دانشجو می باشد. قابل ذکر است که در برابر تعمیر و فراهمسازی شرایط مناسب زیست در حجره های استقامتی همزمان تالار خانش و برگزاری جمع آمد و چاره‌بینی های گوناگون علمی ادبی حجره طبی و دیگر اتاق های یاری رسان انشاءات تعمیر گردیده در حولی خوابگاه صحبت کده های زمانوی تشکیل کرده شده است و اطراف بنا با نهالان سایه افکن و همیشه سبز گل و بوته های آرایشی و میسازار آرا داده شده است. شرایط فراهم گردیده امکان می دهد که بیرون از برنامه تعلیمی برای تقویت بخشیدن حسی وطن دوستی و خشتنشناسی و بلند برداشتن معرفت حقوقی و ذهنی دانشجویان طبق نقشه کاری شعبه تربیه دانشگاه پیوسته از جانب سازمان های جمعیتی و صدارت فکولتت ها با جلب استقامت کنندگان خوابگاه چاره‌بینی های گوناگون معرفتی دایر کرده می شود. با نظرداشت سال از سال زیاد گردیدن تعداد دانشجویان و طلبات به خوابگاه و باز هم بهتر و مساعد گردانیدن شرایط کسب و آموزی آنان در منطقه تعلیمی دوستی خلقهای دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو کارهای ساختمانی در بنای نوی خوابگاه دانشجویان با مرام ادامه دارد. انشاءات بنیاد شونده طبق لایحه از تهخانه و 7 آشیانه عبارت بوده با 153 حجره برای زیست 460 دانشجو پیش بینی شده است. بنای نوی خوابگاه با طرح زیبا بنیاد گردیده در برابر تامین شرایط معیشی دانشجویان همزمان برای باز هم زیبا گردیدن شهرک دانش جیان دوستی خلقها مساعدت می نماید. زیرا در اطراف بنای بنیاد شونده خوابگاه سبز و خورمگردانی، چراغانکنی، تشکیل نشستکده های مناسب برای صحبت و واخوری ها و دیگر شرایط لازمه بینابد گرفته شده است. تجلیل 33 سالگرد استقلالیت دولتی در شهر لواکانت با افتتاح یک زمره انشاءات مهم خواجگی خلق آغاز گردید. در دهات زغیرتوت جماعت دهات وحدت در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 10 که مشکلات نارسایی جای نشست داشت، 4 سیمخانه ایلوگی با سهم ساکنان و صاحبکاران محلی ساخته به استفاده داده شد. ضمن افتتاح سیمخانه های ایلوگی ذکر شد که چنین اقدام های آبادگرانه با مقصد فراهم گردانیدن شرایط مساعد تعلیم و تربیت نسل نوراست
راهاندازی گردیده در این صحنه تاریخی ملی تحفه خوب بحر تعلیم گیرندگان مؤسسه گردید. سیمخونه های ایلوگی با اسباب و ایونیت های تعلیمی پورا مجهز گردیده، همزمان برای برخوردار گشتن از فنهای تکنولوژی اینفارماسیونی یک زمره کامپیوتر و تخته الکترونی دسترس گردید. برای سهمگذاری در اقدام نجیب، نمایندگان این عملی معارف پرورانه ساکنان و صاحبکاران را نیک ارزیابی کرده، با سپاسنامه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر قدردانی گردیدند. همچنین در این جماعت دهات بنای دو آشیانه خدمت‌رسانی عبارت از مغازه خوراکواری و سخی خوردی دوزندگی افتتاح گردید. قید کرده شد که احتیاجات ساکنان در این دهات با چنین خدمت رسانی ها بیشتر بوده، با این مقصد صاحبکار محلی محمد یوسف بابابکوف تصمیم گرفت که برای اهالی چنین شرایط را فراهم آورد. ادامه تنتنه های چوربینی ها بخشیده به تجلیل استقلال دولتی در ورزشگاه مرکزی شهر صورت گرفت. نخست مهمانان از نمایش دستاورد و هنرهای مردمی ساکنان و کارمندان کسب و کار گوناگون و محصولات کشاورزان و کارخانه های صنعتی شهر دیدن نمودند. استقلالیت مفهوم ارزشمند و در نوبت خود کلیدی می باشد که نایل گردیدن به آن شرفی بزرگ برای هر یک ملت است. به خاطر ارزنده استقبال نمودن این دستاورد در انتظار ملت تاجیک، ساکنان شهر لواکانت با روحیه بالیده و سرشار از مهر وطن دوستی در میدان ورزشی که مکان برگزاری این چوربینی باشکوه بود جمع آمدند. نمایندگان از حکومت جمهوری تاجیکستان، ولایت ختلان و رهبریت شهر ساکنان را به این صحنه فرخنده تهنیت گفته، ابراز نمودند که استقلالیت دولتی در رشد باثبات کشور و بلند برداشتن سطح نیکوهالی اهل جامعه مساعدت کرده. در این دوران کشور ما با پیشروی های نظر رس نویل گردید. ذکر شد که از شرافت صاحب استقلالی در برابر دیگر شهر و نوحیه ها شهر لواکان نیز به تدریج روش کرده، در تمام ساحه ها دیگرگونی های زیاده به عمل آمد. بخصوص در دایره کارهای آبادانی و سازندگی انشاءات زیادی مهم خواجگی خلق بنیاد گردیده، شرایط خوبی کار و فعالیت برای ساکنان مهیا گردانیده شد. تجلیل باشکوه از این جشن فرخنده افادگر آن است که مردم تاجیک زیر سیاست رهنمونسازی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان در فضای آرام و آسایشته مملکت عمر به سر برده، بحر شکوفایی و رشد بیمیلان ساحه های مختلف خواجگی خلق گام های استوار می گذارند. چوربینی امروزه را اهل فرهنگ شهر با پیشنهاد برنامه پرمحتوای فرهنگی رنگ و جلای دیگر بخشیدند. زیر صوت و نوای دلاشوب هنرمندان که سراپا ترنم وحدت و استقلال بود، اشتراک داران تا دیر باز خوشحالی نمودند. ساکنان کلوب شهر بستانی این صحنه تاریخی 33مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با فرهمندی در سطح بلند خاطرمان استقبال نمودند. در دایره کارهای آبادانی و بنیادکاری به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، کارخانه کارکرد سنگ و شغل جمعیت دارای مسئولیتش محدود احمد جان دوران در دهه تاقکپای جماعت دهات دهنه که در میدان 1.61 زمین بنیاد گردیده است، مولید بهره برداری قرار دادند. کارخانه مذکور 3 نوع محصولات را استحصال می نماید که برای پیشرفت کارهای ساختمانی مساعدت خواهد کرد و 10 نفر ساکنان به جای کاری موسمی تامین شدند. اینچنین در دهه مذکور میدانچه ورزشی و حوض شناوری که در میدان 0.21 زمین از جانب صاحبکار وطنی ساخته شدند، مورد بهره برداری قرار داده شدند که از چنین اقدام خیر جوانان و نورسان دهه خیلی شاد گردیدند. همزمان رهبریت و مهمانان با لایحه کارخانه خشت پخته که از جانب صاحبکار ساخته می شود شناس شدند و کارهای ساختمانی در کارخانه مذکور آغاز گردید. میدان عمومی کارخانه 7.5 هکتار زمین را تشکیل داده با مبلغ عمومی 2 میلیون سومانی ساخته می شود. کارهای ساختمانی باید که تا ماه ایونی سال 2025 پورا به انجام رسند. اقتدار استحصالی آن در یک شبانه روز 50,000 دانه خشت پخته می باشد. باید گفت که بنیاد و با استفاده دادن چنین کارخانه ها از یک جانب با استحصال محصولات ساختمانی وطنی مساعدت نماید، از جانب دیگر جایهای نوی کاری را برای کارجویان فراهم می آورد که به این وسیله سطح نیکو احوالی ساکنان باز هم خوبتر و بهتر می گردد.
قسمتی تنتنوی چورابینی در باغ مرکزی فرهنگ و فراغتی به نام میر سید علی حمدانی برگزار گردید. ضمنی برآمدها قید گردید که دستاوردهای سالهای صاحب استقلالی مملکت باعث افتخار و سرفرازی هر یک تاجیک و تاجیکستانی است. به مورد است که ذکر نمایم در زمان صاحب استقلالی کشور شهر کلوب هم در حال رشد قرار داشته، این کهن دیار سال از سال سیمای خود را دیگر کرده و به یکی از شهرهای ترقی کرده جمهوری تاجیکستان تبدیل یافته ایستاده است. شهر با وسیله نقلیات هوایی، روهای آهن و ماشینگرد با شهرهای کلان جمهوری آسیای مرکزی و فدراسیای روسیه رابطه دائمی دارد. از فرودگاه بین المللی شهر کلوب هر روز مسافران به شهر مسکو فدراسیای روسیه و از آنجا به شهر کلوب پرواز می نمایند. در شهر بیش از 80 کارخانه صنعتی موجود بوده، آنها زیاده از 90 نمود محصولات نیاز مردم استحصال می کنند. با تشبث سردار دولت محترم امامعلی رحمان در میدان زیاده از 309 گکتر زمین منطقه آزاد اقتصادی کلوب تاسیس داده شده است. در منطقه مذکور امروزها 8 سوبیکت به قید گرفته شده است و آنها به بنیاد کارخانه های نوی صنعتی مشغول می باشند. از قبیل استحصال فیلترهای هوایی برای افتماشینه ها علاقه موردی بهره برداری قرار گرفته، در آن 18 نفر ساکنان محلی از آن جمله 12 نفر زنان خانه‌نشین صاحب جای کاری دائمی شدند. فقط با استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان در شهر و دهات کلوب بنیاد و از نوسازی و تعمیر و ترمیم بیش از 800 انشاءات به نقشه گرفته شده، از این حساب قریب همه انشاءات مورد استفاده قرار گرفتند. با استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان باشد، باز ساختمان از نوسازی و تعمیر 494 انشاءات دیگر نقشه بندی شده است. نقشه مذکور با تدریج عملی گشته ایستاده است. با مقصد هرچی بیشتر تامین نمودن اهالی با آب خوش صفت نوشاکه، با غمخوری های پیشوای معظم ملت، امروز ها یک لایحه بسیار مهم با مبلغ 16.2 میلیون یورو راه اندازی گردیده است. باوری هست که بعد پورا عملی نمودن لایحه، وضع تامینات آب نوشاکه و حالت سانیتاری و اپیدمیولوژی شهر به مراتب بهتر و خوبتر میگردد. همه دستاوردهای ذکر گردیده از برکت صاحب استقلالی و صاحب اختیاری کشورمان می باشد. بنابراین ما باید همگان چنانه که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند، همیشه از استقلالیت دولتی و وحدت ملی که از جمله مقدسات جاویدانی می باشند شکرانه کرده، آنها را چون گوهرک چشم احتیاط نماییم. برای فعالیت پرسمر و سهم ارزنده گذاشتن در ساحه‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی به یک گروه کارمندان مکافات‌های دولتی، افتخارنامه و سپاسنامه و تحفه‌های تأسیس نموده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان و شهر کلوب سپریده شد. برنامه رنگینی صنعتکاران جمهوری و شعبه فرهنگ شهر باعث بلیده خاطری اشتراکچیان سرشمار گردید. در تمام گوشه و کنار کشورمون تنتنه‌های ایدونه بخشیده به جشن 33 سالگی استقلال دولتی ایدومه داشته. مردم سعادتیار تاجیکستان جشن فرخنده وطن را با دستاوردهای بزرگ مهنتی، افتتاح انشاءات گوناگون خدمت‌رسانی و افتخار و سرفرازی از خرمی‌های زندگی تجلیل نمودند. در دایره چورابینی های جشنی با اشتراک دسته جمعانه ساکنان ناحیه دنغره چورابینی پرشکوه فرهنگی برگزار گردید که در آن اهل جمعچگی با دستاوردهای دوران صاحب استقلالی خیش برنامه رنگین فرهنگی را پیشکش ساکنان و مهمانان گردانیدند. مسئولین ضمن برآمد و تبریکات خود تاکید داشتند که در طول 33 سال استقلالیت دولتی ساکنان مملکت از جمله مردم ناحیه دنغره با دستاوردهای کلی موفق گردیدند و ناحیه سیمای و طرح تازه به خود گرفت. در سالهای صاحب استقلالی در ناحیه کارخانه‌های نوی صنعتی، راه و انشاءات گوناگون اجتماعی بنیاد شده، سطح زندگی مردم به مراتب بهتر گردید. همزمان گفته شد که بنیادکاری ها من بعد نیز ادامه یافته، مردم زیر رهبری پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان برای شکوفایی تاجیکستان صاحب استقلال تلاش می‌ورزند. در ادامه یک زمره کارمندان و متخصصان ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق، ساکنان و صاحبکاران محلی که با فعالیت نظررس و ثمره‌بخش خود در رشد ناحیه، تطبیق برنامه‌های دولتی، حصه‌گذاری در روند کارهای سازندگی و آبادانی بخشیده به جشن 33 سالگی استقلالیت دولتی سهم نظررس دارند، با سپاسنامه و افتخارنامه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه دنغره سرفراز گردانیده شدند. طبق نتیجه‌گیری از اجرایش برنامه مشخص سازندگی گفته شد
ки баробари маблағҳои буҷавӣ ҳамзамон бо таваҷҷӯҳу саҳмгузорӣ бевоситаи сокинону соҳибкорони маҳаллӣ дар ҳама ҷамъатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия даҳо иншооти гуногуни барои рӯзгори ҳаррӯзаи сокинон зарурӣ бунёд гардида, дар маҷмӯъ ҳама бандҳои нақшачорабиниҳои ободонӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ таъмин гардида истодааст. Дар идомаи ҷамъомади тантанави ҷиҳати истироҳату фароғати сокинону меҳмонон бо иштироки санъаткорон барномаи пурмуҳтавои фарҳангӣ, ки аз таранноми дастовардҳои истиқлол, ҳифзу гиромидошти арзишҳои милливу давлатдорӣ иборат буд, пешниҳоди ҳамагон гардонида шуд. Ҳамасола дар арафаи ҷашни истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун қадршиносии кормандони арзанда барои дастовардҳои назаррас, комёбӣ ва хизматҳои шоёнашон дар пешрафту инкишофи кишвар аз тарафи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мукофотҳои давлатӣ сарфароз гардонида мешаванд. Бахшида ба 33-солагӣ истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор фаъолони ноҳияи Данғара, ки бо фаъолияти назаррасашон дар рушди соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ саҳми арзанда гузоштаанд, бо фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мукофотҳои давлатӣ, аз ҷумла медали хизмати шоиста, қадршиносӣ гардонида шуданд. Дар идома гуфта шуд, ки ба хотири ҳифзи ин неъматҳои бебаҳои таърихӣ, яъне истиқлолият, ки шарти ҳастиву бақои миллат ва кафили фардои дурахшони он мебошад, ҳамчунин барои таҳкими дастовардҳои он, аз ҷумла сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва боз ҳам беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагии халқи азизамон, ҳар яки мо вазифа дорем, ки минбаъд низ тамоми донишу таҷриба ва саъю кӯшиши худро ба ин роҳи пуршараф сафарбар созем ва бо заҳмати содиқонаи худ ватанамонро боз ҳам ободу зебо ва давлати соҳибихтиёрамонро пешрафтаву муқтадир гардонем. ноҳияи Балҷувон зода ва ҳамқадами истиқлолияти давлатӣ буда, то кунун мардуми ноҳия дар бахшҳои мухталиф ба пешравиҳои назаррасу арзишманд дастёб гардиданд. Бо шарофати пойдории истиқлолияти давлатӣ ва дастгириҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат, давра ба давра бо бунёду мавриди истифода қарор гирифтани иншооти гуногуни нав замонавӣ, сатҳи некуаҳволи мардум ба тадриҷ беҳбуд ёфта, заминаҳои рушди иқтисодиёти ноҳия низ таъмин гардидааст. در دایره استقبال از جشن عمومی ملی استقلالی دولتی در مرکزی ناحیه بلندکوهی بلجوان بنای پنج آشیانه استقامتی که با طرح زیبا و زمانوی بنیاد شده است مورد استفاده برای قرار داده شد. در رسمی افتتاح انشاءات مذکور نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان راهبریت ناحیه ساکنان محلی و دیگر فعالان اشتراک نمودند. بنای مذکور در دایره نقشه چورابینی های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه بلجوان بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی از جانب صاحبکاران بنیاد گردیده دارای تمام شرایط های معاصر میباشد. شاتی نوبنیاد با انفراستراکتوری ضروری خدمترسانی از جمله آب، برق پیوست کرده شده، همزمان برای تامین شرایط مساعد استقامت کنندگان در بنا لیفت نیز نصب کرده شده است که در ناحیه این اولین بنای استقامتی مجهز با لیفت میباشد. ساختمان انشاءات مذکور سال 2021 آغاز گردیده، کارهای پودراتی را متخصصان جمعیت دارای مسئولیتش محدود صف 1 با صفت بلند به انجام رسانیدند. در روند کارهای ساختمانی ساکنان محلی نیز سهمی نظررس گذاشتند. صحن بنا و راهروهای اطراف آن صف پوش گردیده با شنانیدن نیهالان آرایشی و گلهای گوناگون رنگ موسمی این موضع نمای زیبا را صاحب شده است. همچنین در شفت انشاءات برای برگزاری چورابینی ها و تامین فراغت ساکنان میدان کوشادی سفالک پوش گردیده و میدانچه بالا پوشیده بنیاد گردیده است. برای گذرانیدن مشغولیت های ورزشی نورسان و جوانان میدانچه فوتبال و برای فراغت و بازی کودکان نیز شرایط مساعد مهیا میباشد. با نظرداشت تامین وضع اجتماعی ساکنان بناهای بلند آشیانه دیگر انشاءات یاری رسانی ضروری بنیاد و با استفاده داده شد. در ادامه با اشتراک دایره وسیع ساکنان در صحن انشاءات نو بنیاد به مناسبت 33 سالگی استقلال دولتی با پیشنهادی نمایش ایدانه مال و محصولات گوناگون، طعام‌های ملی، محصول هنرهای دوزندگی و پزندگی بانوان و دیگر دستاوردهای ساکنان چورابینی جشنی برگزار گردید. زمین سخنرانی اشتراکداران دایر به دستاوردهای استقلالیت دولتی با افتخار اندیشانی نمودند. ذکر شد که در زمان صاحب استقلالی ساکنان ناحیه بلجوان در همه سمت‌ها به دستاوردهای ارزشمند نائل گردیدند. در دایره تجلیل از جشن 33 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان زیاده از 14 انشاءات تعینات گوناگون از جمله 5 مؤسسه تعلیمی مورد استفاده قرار داده شدند. همچنین در نظر است که طبق نقشه تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی باز 5 بناهای بلند آشیانه استقامتی ساخته به استفاده
استفاده داده می شود. از شماره 257 انشاءات بنیاد شونده جشنی تا این دوره 135 انشاءات افتتاح شده، در 53 انشاءات دیگر کارهای ساختمانی جریان دارد. در ادامه چاره‌بینی برای سهم گذاشتن در کارهای آبادانی و سازندگی ها به صاحب کاری وطنی سپاسنامه مقامات اجرایی حکومتی دولتی ناحیه تقدیم کرده شد. پیشنهاد برنامه ایدانه فرهنگی هنرمندان بخش فرهنگی ناحیه با هم‌آوازی صمیمانه اشتراکداران انجام بخش تدبیری جشنی گردید. در شهر نورک با افتخار از جشن 33 سالگی استقلالیت دولتی با اشتراک دایره وسیع ساکنان، کارمندان کسب و کار گوناگون چاره‌بینی خاطرمان دایره برگزار گردید. سراول ناز و نعمت ها و محصولات کارخانه و آفریده ها و محصول دستان ساکنان شهر که با ثبات جامعه و صاحب استقلالی مملکت به دست آمدند، پیشنهاد مهمانان و اشتراکچیان چاره‌بینی گردانیده شد. در شهر نورک در دایره تدبیرهای سازندگی و آبادانی به استقبال از جشن 33 سالگی استقلالیت دولتی در دو جماعت دهات و مرکز شهر با مقصد عملی نمودن هدفهای سازندگی حکومت جمهوری تاجیکستان یک زمره انشاءات نو که با سهم مردان سخاوتمند دیار بنیاد گردیدن مورد استفاده قرار داده شد که این همه دستاوردها با شرافت استقلالیت دولتی به دست آمدند. در چاره‌بینی تنتنوی با یک زمره شخصان، کارمندان کسب و کار گوناگون شهر که در پیشبرد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه و در غنی گردانیدن دستاوردهای صاحب استقلالی وطن سهمی ارزنده گذاشتند، با مکافات‌های دولتی، اردن و مدال، افتخارنامه و سپاسنامه سپاریده شد. چاره‌بینی ساکنان شهر نورک که پر از غنوات فرهنگی و برنامه خاطرمان ایدانه عبارت بود، شهادت از آن می‌دهد که ثمره نیک استقلال را اهل جامعه این شهر نورافران خوب درک نموده، آینده نیز بهری باز هم گلگل شکوفایی مملکت سهمی باریز می‌گذارند. در شهر نوحیه های منطقه کلاب ولایت ختلان نیز تنتنه های ایدانه به استقبال جشن 33 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با تشکیل چاره‌بینی های گوناگون تجلیل کرده شد. ساکنان شهرک و جماعت های دیوتی نوحیه واسه با شکرگزاری از دولت صاحب استقلال وحدت ملی روانی با ثبات مرکه بنیادکاری و سازندگی این سنه تاریخی را خوش و خاطرمان در سطح بلند جشن گرفتند. در تدبیر ایدانه که به مناسبت سالگرد استقلالیت دولتی در باغ مرکزی ناحیه دایر گردید، محصول زحمت دهقانان جماعت های دهات، دستاوردهای علمی و ایجادی، فرهنگی و ورزشی مؤسسه های تحصیلات مینای عمومی، اختراعات و نوآوری محصلین مؤسسه های تعلیمی، اینچنین دستاوردهای تشکیلات مؤسسه و کارگاه و کارخانه های صنعتی نوحیه به نمایش گذاشته شدند. در جامعه تنتنوی ذکر شد که استقلال ملی رمزی صاحب دولتی و وطنداری ملت سربلند و متمدن تاجیک می باشد. آن نشانه هویت و آزادی، افتخار و ناموس، رمز سعادت و وقای ملت، صاحب اختیاری و صاحب دولتی تاجیکان است. پیشروی های روزافزون نوحیه واسینی ثمره پایداری استقلال دولتی و نتیجه عزم و تلاش و هدایت های راهنموساز به واسطه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ارزیابی کرده شد. با در نظر داشت خدمات های شایسته، سهمگذاری در تطبیق سیاست سازنده و بنیادکارانه دولت و حکومت مملکت، اجرای وظیفه های مهم دولتی و اشتراک فعال نمودن در همه گونه چاره‌بینی های سیاسی و فرهنگی در وضعیت تنتنوی، چاره‌بینی با سرطبیب بیمارخانه مرکزی ناحیه، مکافات دولتی از نام پیشوای ملت و با یک زمره صاحب کاران و کارمندان کسب و کار گوناگون افتخارنامه و تحفه های ارزشمند سپریده شد. برنامه رنگین آماده نموده اهل هنرمندان شناخته کشور که ترنمگر استقلال و آزادی، دوست داشتن میهن و وطن و تاجیکستان که پیشنهاد اشتراکچیان گردانیده شد و چاره‌بینی حسن و طراوت تازه بخشید. ساکنان سربلند ناحیه میر سعید علی حمدانی این جشن بزرگ ملی را با افتتاح یک بنای دورشونه در نظم مؤسسه تعلیمی رقم 19 به نام سعیدزاده همراه استقبال گرفتند. اطلاع داده شد که بنا از تالار وسیع ورزشی برای تمرین نمودهای گوناگون ورزش، تالار مجلسگاه برای 150 جای نشست و یک آشخانه مجهز با معاصرترین شرایط عبارت میباشد. در رفتی به استفاده دهی بنا، نمایندگان وزارت معارف و علم و مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شرکت نمودند. بنای نوبنیاد با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت معارف و علم با رعایت طلبات معماری ساخته شده، بهترین تحفه رهبر دولت به ساکنان دهات چوبک ناحیه در عرفه تجلیل 33 سالگرد استقلال دولتی عنوان کرده شد. قسمت تنتنوی چاره‌بینی به مناسبت این جشن شایسته ملت در تالار فیلارمونی مردمی به نام ادینه هاشمی فی ناحیه برگزار گردید که در آن نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان و ناحیه همدانی اشتراک نمودند.
زمینان گفته شد باعث افتخار و سرفرازی ساکنان ناحیه همدانی است که در عرفه تجلیل جشن 33 سالگرد استقلال دولتی مهمان عالی مقام پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با این دیار تشریف آورده 12 انشاءات تعینات گوناگون به استفاده داده شدند. این رویداد فرح بخش با تاسیس جایهای نوکاری، رشد اقتصاد و اجتماعی، بهگردیدن انفراستراکتور ناحیه و در مجموع با بلندگردیدن سطح نیکوحوالی ساکنان زحمتقرین ناحیه باعث گردید. سهم ساکنان و صاحب کاران محلی و شماره زیادی کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌های ناحیه در حشرهای دستجمعانه، بنیاد و نوسازی راه و پل، انشاءات صحه‌های صنعت و اجتماعی، رشد و پیشرفت سمت‌های مختلف ناحیه و انجام همگونه کارهای آبادانی و سازندگی در دایره استقبال سازوار از جشن 35 سالگی استقلال دولتی بارز ارزیابی شد. با این در نظر داشت، چند از صاحب کاران و افراد وطن دوست و کارمندان شعبه و بخش‌های تابع ناحیه با افتخارنامه و تحفه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی سرفراز گردیدند. سرجمعی و اتحادی و به همایی ساکنان شرفمند ناحیه همدانی در باغ مرکزی ناحیه با تشکیل نمایشگاه دستاوردهای سمت‌های مختلف ناحیه که طی سال‌های صاحب استقلالی به دست آمدند از شادی و فرح آنها گواهی می‌داد. تشکیل نمایشگاه سطح بلند که در آن محصول هنر ساکنان زحمتقرین، دستاوردهای طالب علم و آموزگاران و کارخانه‌های صنعتی ناحیه پیشنهاد گردیده بود، بواسطه از برکت استقلال و رسیدن به کامیابی‌های نظرسی کل ساکنان این شای دیو روشا هوتاد میداد. برنامه فرهنگی آماده نموده هنرمندان ناحیه که سراپا وصف و ستایش استقلال و آزادی مینمود با چورابینی ایدونه شکوهی تازه بخشید. پایداری استقلال کامل و ثبات و آرامی کشور امکان فراهم ساخت کشور و ناحیه های مملکت در ظرف 33 سال با بنیاد و نوسازی انشاءات گوناگون تعینات زیبا و نظر با گردیده شرایط زندگی ساکنان و تحصیل خوانندگان بهتر گردد. افتتاح مؤسسه های تعلیمی و بنا و سینفخانه های علاوگی مجهز با سینفخانه های فنی و لوازمات خوانش در عرفه همگونه ایدو جشنواره ها شهادت این گفته ها میباشند. در دایره استقبال سازوار سالگرد استقلال دولتی در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 12 ناحیه فرخار یک بنای دوشونه تعلیمی با استفاده سپرده شد. در رسم افتتاح نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان و ناحیه فرخار اشتراک کردند. اطلاع داده شد که بنا از 6 سینفخانه عبارت بوده، برای 140 نفر خواننده در یک بس پیش بینی گردیده است. این اقدام سازنده با مقصد رفع مشکلات نورسایی جای نشست محصلین و در شرایط خوب و زمانی موثر با تحصیل فرا گرفتن آنها راه اندازی گردیده است. در پرتو هدایت های نجیبانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان، روبریت نویای فرخور و دیگران از شرایط سینفخانه و کتابخانه، خوابگاه و آشخانه و حموم تربیت گیرندگان پرورشگاه نزدیک مکتبی ناحیه دیدن کردند. در این اسنا وسیع کردن کتابخانه و زیاد نمودن ادبیات، مطابق ساختن بنای پرورشگاه با طلبات زمان و در مجموع فراهم سازی همه گونه شرایط تحصیل در این مؤسسه از مسائل مهم دانسته شد. تشکیل نمایشگاه سطح بلند ایدونه عبارت از گوشه‌های هنرهای مردمی، محصول دست کسبان و هنرمندان، حاصل فراوان مرد دهقان، طعم‌های ملی و خورش‌های لذیذ کدبون های ماهر، دستاوردهای علمی و اجاد غالبان آزمون‌های گوناگون سطح و مسابقه‌های ورزشی ورزشگران ناحیه فرخار در باغ مرکزی ناحیه شادی و فرح کل اشتراکیان را بازگویی می‌نمود. زیرا دستاورد و پیشروی‌ها در همه سمت‌ها بواسطه از پایداری استقلال دولتی و وحدت سرتاسری سرچشمه می‌گیرد. ناحیه فرخار نیز چون دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت با شرافت استقلال دولتی سال از سال به دستاوردهای نظرسی محنتی نائل گردید که امروز در شهرک و جماعت‌های دیوتی ناحیه بناهای نو و زمانوی قامت افروخته، سیمای ناحیه زیبا و دلکش و سطح نیکوحوالی ساکنان تدریجا خوبتر گردیده ایستاده است. ضمن برگزاری جمعیت تنتنوی به خاطر قدرشناسی با زحمت و تلاش های ساکنان مهمپرست و صاحب کاران تشبسکار و سهمگذاری در عمل های سازندگی و آبادانی، اینچنین به دست آوردن غالبیت در مسابقه های گوناگون ورزشی، چند نفر صاحب کاران، کارمندان کسب و کار گوناگون و ورزشکاران ناحیه به افتخارنامه و تحفه ها سرفراز گردیدند. در فرجام چورابینی سرودهای دینشینی وطن دوستانه هنرمندان پیشنهاد اشتراکیان گردانیده شد که طبع حاضران را بالیده گردانید. رسیدن به استقلال دولتی در تاجیکستان و مستقلانه شروع نمودن به دولتداری ملی در اولی سالهای 90 عصر گذشته مرحله مرکب و سنگین را به بار آورد که مردم شریف تاجیکستان برای پسیسر نمودن آن با مشکلات زیادی روبرو گردید. خوشبختانه با عزم و تلاش‌های همه‌جانبه فرزانه فرزند ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان آن همه مشکلات پسیسر شده، ساکنان سربلند این سرزمین تحت رهبری پیشوای ملت راه سوی رشد و پیشرفت و شکوفایی را پیش گرفتند. نتیجه چنین عزم و نیت‌های سازنده است که امروز شهر و ناحیه‌های قلم
قلمرو مملکت تا دوردست‌ترین دهات رو به ترقی نهاده است. ناحیه خوالنگی ولایت ختلو نیز از شرافت و برکت استقلال بهره‌ور بوده، رشد و نمو این ناحیه بلندکوه نیز مرحله به مرحله تامین گردیده شده است. ساکنان سربلند ناحیه با پشتیبانی از سیاست امروزه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته سهمی ارزنده خود را بهره آبادی و پیشرفت و تامین برنامه‌های دولتی گذاشته، دوام سال‌های صاحب استقلالی به دستاوردهای زیادی محنتی نائل گردیدند. در ادامه از ذکر این نقطه‌ها از نوع برگزاری چوربینی تنتنوی در ناحیه خوالنگ برآمد کنندگان اظهار داشتند که استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای رشد و انکشاف تمام ساحه‌های خواجگی خلق مملکت، تامین زندگی شایسته مردم و شناخت اصالت ملی زمینه با اعتماد گذاشته، امکان فراهم آورد که در این مدت کوتاه تاریخی بزرگترین کارهای آبادانی و سازندگی و بنیادکاری در شهرک و دهات ناحیه راه اندازی کرده شود. در وضعیت تنتنوی چوربینی به رهبریت بخش زیموت زیست ناحیه مکافات دولتی از نام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اینچنین به نفرانی که در رشد و نموی ساحه‌های مختلف ناحیه خدمت‌های ارزنده نشان دادند افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی سپریده شد. برنامه رنگین و پرمحتوا و اجرای سرودهای جالب هنرمندان جمهوری تاجیکستان که تجسمگری از نیت‌های نیک مردم دیار را انعکاس می‌نمود از لحظه‌های خاطرمان این تنتنه جشنی بود. ساکنان ناحیه شمسالدین شاهین ولایت ختلان جشن استقلال را با شکوهمندی و صداقت بی‌پایان در سطح بلند خاطرمان استقبال نمودند. نخست جلسه تنتنوی در تالار مقامات اجرایی برگزار گردید که در آن به یک قطار کارمندان کسب و کار گوناگون و فعالان که در پیشرفت ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق سهم خود را گذاشتند با مکافات‌های دولتی، افتخارنامه و سپاسنامه‌ها و تحفه‌های تحسین نموده مقامات اجرایی و ولایت ختلان قدر کرده شدند. باعث خوشنودی و فرازی است که پیرو برنوی کشورمان امسال جشن فرخنده 33 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را در فضای صلح و وحدت و یکدلی و یکدیگر فهمی با جانبداری از سیاست عاقلانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان با یک جهان افتخار و سعادت با روحیه بلند وطنداری و میهن پرستی برگزار کردند. دوام یک ماه باز در ناحیه شمس‌الدین شاهین طبق نقشه چوربینی های مقامات اجرایی از جشن پر افتخار استقلالیت جمهوری تاجیکستان با استفاده دادن یک قطار انشاءات معیشی و مدنی و خدمت‌رسانی، هر شامگاهان راه اندازی نمودن چوربینی‌های فرهنگی و فراغتی، مسابقه‌های عمومی ورزشی با شکوهمندی و سرفرازی استقبال نمودند. تنتنه‌های اساسی این جشن پر افتخار ملی در مرکز ناحیه با تشکیل نمایش ایدونه دستاوردهای کارخانه و تشکیلات محصولات کشاورزی خواجگی‌های جنگلی ناحیه، جماعت و دهات، دسترنج هنرمندان ناحیه، معارف و تندرستی و جوانان و ورزشگران آغاز گردید. ساکنان ناحیه شمس‌الدین شاهین در نمایشگاه دستاورد 33 سالی دوران صاحب استقلالی را نمایش داده، در گوشه های مخصوص طعام های ملی، سوزنی، چکاندوزی، اطلس و ادرس، قالین های دستی، اسباب های روزگار و رسم و این های ملی را با مهارت بلند و در سطح خوبی تشکیلی پیشکش کردند. با استقبال این جشن فرخنده و گرامی مردم تاجیک در میدان ورزشی بختیاری شمس که در مرکز ناحیه اقامت افراخته است، برنامه کنسرتی هنرمندان بخش فرهنگ ناحیه شمس‌الدین شاهین بخشیده به 33 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار شد که صدها نفر ساکنان و مهمانان ناحیه در این تنتنه جشنی اشتراک داشتند. امروزها در هر یک گوشه و کنار ناحیه با تشبث صاحبکاران و ساکنان محلی کارهای آبادانی و بنیادکاری وسعت تازه پیدا نموده ایستادند. نمایش تئاتر کننده شده کارمندان بخش فرهنگ ناحیه با برنامه رنگین و پرمحتوای کنسرتی استادان صنعت و هنرمندان جوان ناحیه که تجسمگر دستاوردهای دوران صاحب استقلالی کشور بود، خوش و خاطرمان و در فضای آزاد و آباد کشور عزیزمان ادامه یافته، خرد و بزرگ ناحیه از این جشن پر افتخار ملی با شادی و فرح استقبال گرفتند. ساکنان سربلند و مهنت دوست ناحیه یاوان جشن 33مین سالگرد استقلالیت دولتی را با آمادگی همه جانبه، انجام اقدام های سازنده و تازه‌کاری ها و افتتاح انشاءات گوناگون اجتماعی و خدمت‌رسانی و چوربینی های گوناگون فرهنگی فراغتی و ورزشی استقبال نمودند. در دایره کارهای آبادانی و سازندگی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در دهه‌ای به نام علیشهر نمایی دهات حیات نو، ساکنان و صاحبکاران محلی به مومفرشکنی راه‌های ماشینگرد سطح محلی آغاز بخشیده ابراز داشتند که با طریق حصه‌گذاری دستجمعانه نزدیک به 30 کیلومتر راه‌های حدود دهات را به پررگی از نوسازی می‌نمایند. قابل ذکر است که در تنتنه‌های استقلال وطن یک گروه مهمانان از جمهوری بلاروسیا به ناحیه یاوان تشریف آورده در چوربینی‌های ایدونه شرکت نمودند.
میمانان از یک چند کارخانه های صنعتی ناحیه دیدن کرده با مال و محصولات استحصال گردیده بهای بلند داده برای تحکیم همکاری های مین بعده اظهار هوسمندی نمودند. مهمانان از نمایشگاه ایدانه که از پیشنهاد هنرهای مردمی، طعام‌های ملی و دیگر دستاورد ساحه‌های مختلف ناحیه عبارت بود، دیدن کرده بار دیگر از تاریخ و تمدن و عرف و عادت ملت تاجیک شناسایی پیدا نمودند. در ادامه با اشتراک مسئولین، مهمانان، فعالان و ساکنان کسب و کار گوناگون در نزد قصر فرهنگ ناحیه چورابینی تنتنوی بخشیده به جشن 33 سالگی استقلال دولتی برگزار گردید. در آغاز مسئولین ناحیه، نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان، ولایت ختلان و دیگر مهمانان آید به دستاوردهای دوران استقلال دولتی و رشد کشور با مثالهای مشخص ابراز اندیشه نموده، یادآور گردیدند که محض با تلاشهای اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال از سال وحدت و همدیگر فهمی در کشور مستحکم و قوی گردیده، مقام و منزلت تاجیکستان در عرصه بین‌المللی به مراتب بالا رفته ایستاده است. ماز پایداری استقلال دولتی، صلح و آسایشتگی باعث رشد و پیشرفت تمام سمت و ساحه‌های خواجگی خلق مملکت بخصوص ناحیه یاوان گردیده، ساکنان با دستور و هدایت‌های آینده‌ساز رهبر دولت و مهنت حلال خود به زندگی شایسته نائل گردیده ایستاده‌اند. ماز با تطبیق برنامه‌های حکومت جمهوری تاجیکستان بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در همه جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه صدهای انشاءات گوناگون معماری، ساحه‌های معارف و تندرستی، سودا و خدمت‌رسانی و ورزشی با سهم ساکنان و صاحبکاران محلی ساخته مورد استفاده قرار داده شده است که این روند در برابر تامین ساکنان با جای کاری همزمان برای بهتر گردیدن شرایط انفراساختار محل مساعدت نمود. در وضعیت مناسب ده ها نفر سابقه‌داران و پیشصفان ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق ناحیه که با کار و پیکار خود در تربیت نسل نورس، سالمی جامعه، عرصه کشاورزی، سودا و خدمت‌رسانی و تطبیق برنامه‌های دولتی حصه مناسب گذاشتند، با سپاسنامه و افتخارنامه‌ها قدرشناسی گردیدند. ابراز گردید که در برابر دیگر پیشرفت و دستاوردها بهتر نمودن سطح زندگی ساکنان و حفظ اجتماعی اهالی در مد نظر همروزه رهبریت عالی مملکت قرار داشته، روند بهترسازی شرایط اجتماعی جامعه با در نظر داشت ذخیره و امکانیت های موجوده با مرام ادامه دارد. برنامه فرهنگی هنرمندان ناحیه و دیگر صنعتکاران شناخته که عبارت از شعر و سرودهای ترنمگر وطن، مادر، استقلالیت، پایداری صلح و زندگی آسایشته ساکنان و زیباگی های دیار عزیزمان بود، خاطر همگان را بالیده گردانید. واقعا هم استقلالیت برای ما رمز عالی وطن و وطنداری، بزرگترین نعمت دولت سازی و دولتداری مستقل، کار و پیکار پیگیرانه سازندگی، از تلاش های فداکارانه رسیدن به استقلالیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را آموزانیده، معیارهای جامعه شهروندی را تحکیم بخشید. حیات آزادانه هر فرد و عالی ترین درجه بخت و سعادت واقعی ملت را تامین نمود. در دایره برگزاری چورابینی ها به مناسبت جشن 33مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه شهر طوس، چورابینی های گوناگون علمی، ادبی و فرهنگی فراغتی و ورزشی با اشتراک دایره وسیع ساکنان برگزار گردید. سراول در مرکز ناحیه میدانچه ورزشی بازی فوتبال مورد بهره برداری قرار داده شد. انشاءات نوی ورزشی با سهم صاحبکاران محلی بنیاد گردیده برای جلب بیشتر ساکنان و خصوص جوانان و نورسان به ورزش و برگزاری مسابقه های گوناگون ورزشی مساعدت می نماید. در مرکز ناحیه که جشنگاه اساسی تنتنه های ایدانه بخشیده به جشن سالگرد نوبتی استقلال میهن بود، خرد و بزرگ ناحیه شهر طوس با روحیه بالیده و افتخار بلند وطنداری و مسئولیت و صمیمیت خاص نسبت به این ارزش مهم دولتداری به هم آمده، زیر لوای پرافشان تاجیکستان صاحب استقلال و فضای صاف و فرح و شادمانی یکدیگر را تهنیت گفته و خوشحالی میکردند. در گذشت جشنی ساکنان جماعت های شهرک و دهات، کارمندان تشکیلات و مؤسسه ها و جوانان و نورسان با برداشتن پرچم دولتی و نمونه دستاورد و محصول استحصالی و ایجادی خود فعالانه شرکت نمودند که آن از روند باثبات رشد ناحیه و تدریجاً بهتر و خوبتر گردیدن شرایط کار و روزگاری ساکنان شهادت می داد.
دوامی سالهای صاحب استقلالی مملکت شهری توس به ناحیه رشد کرده کشور تبدیل یافته، ساکنان مهنت دوست و صاحب تجربهش در همه سمت و ساحه ها نتیجه های بلندی استحصالی را صاحب می باشند. در برابر رشد دیگر بخش ها در ناحیه به سمت وسعت کارهای آبادانی و سازندگی نیز توجه خاصه ظاهر گردیده، از حساب مبلغ های بودجتی، لایحه های سرمایه گذاری و حصه ارزنده ساکنان و صاحبکاران آبادگر ناحیه همساله انشاءات زیادی ساحه های اقتصادی و اجتماعی بخصوص معارف و تندرستی، استحصالی، فرهنگی، فراغتی، ورزشی و دیگر انشاءات تامین کننده شرایط ارزنده کار و روزگار ساکنان ساخته موردی بهره برداری قرار داده می شوند. وابسته به شرایط مساعد اقلیم و موجودیت زمین های حاصلخیز و تامین آب پالزی، بالاروی اقتصادیات ناحیه، بهتر شدن سطح زندگی مردم از هر جهت به رشد ساحه کشاورزی مربوط می باشد. با این مقصد در ناحیه شهری توس به مسئله رشد ساحه کشاورزی دقت مخصوص ظاهر می گردد و ساکنان و کشاورزان در تامین امنیت آذوقواری مملکت حصه مناسب می گذارند. در جمع آمدی تنتنوی مسئولین ناحیه، نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان با یادآوری از صلح و ثبات، پیشرفت و ترقیات، وسعت کارهای سازندگی و بنیادکاری و در مجموع تامین زندگی شایسته ساکنان مملکت ابراز داشتند که با توجه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان و زحمت و سهمگذاری ساکنان در ناحیه شهری توس سال از سال انشاءات گوناگون معماری و خدمت‌رسانی بنیاد گردید. مرحله به مرحله رشد همه ساحه های خواجگی خلق ناحیه تامین گردیده استاده است. گفته شد که ما از توسط خدمت های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، ساکنان مملکت به ثبات سرتاسری و زندگی آسایشته و شایسته نائل گردیده، امروزها با جانبداری از سیاست دولت و حکومت جمهوری برای رشد مملکت حصه گذاری می نمایند. بخشیده به جشن 33مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، یک چند نفر فعالان کسب و کار گوناگون ناحیه شهری توس که با مهنت صافدلانه در عرصه های گوناگون خواجگی خلق ناحیه حصه مناسب گذاشتند، با سپاسنامه و دیگر تحفه های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه شهری توس قدرشناسی گردیدند. برنامه مکمل فرهنگی که از ترنم وطن، استقلالیت، صلح و آرامی و دیگر ارزش های ملی و دولتداری عبارت بود، به تنتنه‌های ایدانه شکوه دیگر زم نمود. به همین ترتیب ساکنان مهنت قرین ناحیه شهری توس با عزم و اراده قوی و تنداری و شکرگزاری از وحدت و استقلالیت و ثبات و آسایشتگی کمر همت بسته، برابری وسعت بخشیدن کارهای صحرایی همچنین بر روند با ثبات کارهای آبادانی و سازندگی توجه خاصه ظاهر کرده، عزم دارند که بهر نائل گردیدن و دستاوردهای بلندتر مهنتی در همه ساحه ها استوارانه فعالیت نمایند و توانند جشن پر افتخار 35 سالگرد استقلال دولتی میهن را سزاوار و شایسته استقبال بگیرند. مردم شرفمند ناحیه کوشانیان جشن 33مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با افتخار از هویت وطنداری، زیر آسمان صاف و بی‌غبار صلح و وحدت کامل، احساس ارج‌گذاری و سرفرازی از صاحب دولتی با شکوه و جلال خاصه جشن گرفتند. در میدان به نام اسماعیل سامانی نمایش هنرهای مردمی، کشاورزی و دستاوردهای صلح‌های صاحب استقلالی از جانب تشکیلات و مؤسسه‌ها به معرض تماشا گذاشته شد. باید تذکر داد که طول 33 سال صاحب استقلالی در تمام ساخت خواجگی خلق ناحیه پیشروی های کلی روی کار آمده، مردم به زندگی شایسته مشرف گردیدند. نمایش هنرهای دستی، دستاوردها در ساحه معارف و تندرستی، ورزش که در زمان صاحب استقلالی به دست آمده بود، پیشکش مهمانان گردانیده شد. راهبریت ناحیه، مهمانان، اهل فرهنگ و زیا از نمایشگاه دستاوردهای ساکنان ناحیه کوشانیان دیدن کرده، به هنر و مهارت هنرمندان بهای مناسب دادند. باعث خوشنودی و سرفرازی است که امروزها بعد اعلان دیدن سالهای رشد دهات، سیاهی و هنرمندی در کار و فعالیت هنرمندان تحولات کلی به عمل آمده، یک قطار هنرهای گذشته اجدادی از نو احیا گردیدند و در این زمینه در تمام گوشه کنار ناحیه مغازه ارمغان و مرکزهای آموزشی هنرها تأسیس داده شد که امروز هنرمندان هنر خود را صیقل می‌بخشند. در این روز از جانب مقامات محلی به بیش از 80 نفر کودک از آیله‌های نیازمند سه چرخه‌ها و تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم کرده شد. محفل ایدانه را
40 جفتی عروسی و دامادی زیب و زینتی تازه بخشیده. با این مناسبت با آنها شهادتنامه عقد نکاح به طور رایگان در وضعیت تنتنوی سپاریده شد. جریان چورابینی را ورزشکاران نورس ناحیه شکوه جلال تازه بخشیدند. امروز بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه در همبستگی با مکتب ورزشی برای آماده کردن جوانان برای اشتراک در مسابقه های گوناگون جمهوریوی و بین المللی تلاش نموده. مقصد دارم ورزشکاران با مهارت و صاحب تجربه به کمال رسانیده شرف ناحیه و جمهوری را در عرصه بین المللی حفظ نمایند. ضمن چورابینی تنتنوی بخشیده به تجلیل 33مین سالگرد استقلالیت دولتی برگزار گردید ابراز داشتند که استقلالیت دولتی برای ملت کهن بنیاد و دارای تاریخ و تمدن کهن داشته پدیده بی‌مثل و تاریخی میباشد. تاجیکستان تازه بنیاد ما محض با شرافت استقلالیت همچون عضوی برابر حقوق جامعه جهانی اعتراف گردید و در خریطه سیاسی دنیا با همه خصوصیت های دولتداری نوین ارزی هستی نمود. راهی تاریخی که مردم شرفمند تاجیکستان طول 33 سال طی نموده است به نشان دهنده های خوب اقتصادی و اجتماعی سیاسی و فرهنگی نظررس نائل گردید. گفته شد که در پایداری استقلال دولتی نقش سروری دولت پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان بسا بزرگ و ارزشمند میباشد. استقلالیت نشانه هویت و آزادی، افتخار و ناموس، رمز سعادت و بقای ملت صاحب اختیار و صاحب دولت تاجیک میباشد. با عزم و تلاش های سازنده مردم شرفمند ناحیه کوشانیان نیز در قطار دیگر ساکنان مملکت در پی آبادی و سرسبزی وطن اجدادی کمر همت بسته کارهای سازندگی را در همه جبهه ها وسعت بخشیدند. سپس به یک قطار اشتراکداران آزمون های خانه بهترین، دهه بهترین، کوچه بهترین و خدمتچیان دولتی، کارمندان کسب و کار گوناگون، سپاسنامه و افتخارنامه های مقامات دولتی ناحیه سپاریده شد. همایش ایدانه را برنامه هنری فیلارمونیای بخش فرهنگ ناحیه که سراپا سرود و ترانه های وطن دوستی و مهم پروری بود، شکوه و تراوت تازه بخشید که سندی خاطر اشتراک داران گردید. ساکنان ناحیه خراسان ولایت ختلان جشن 33 سالگی استقلال دولتی را با شکوه تازه تجلیل نمودند. در همایش ایدانا نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، مسئولین ناحیه، ساکنان و کارمندان کسب و کار گوناگون اشتراک نمودند. ضمن برگزاری چورابینی که در قصر فرهنگ ناحیه دایر گردید ابراز شد که استقلال دولتی رمز ثبات و سربلندی، تنجی و آسودگی و زمینه بنیادکاری ها به شمار می رود. در دوام 13 ساله ملت سربلند و تمدن‌آفر تاجیک تحت راهبری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با استفاده از زحمت های شبانه روزی و خرد والایشان به دستاورد های ارزشمند نائل گردیده است. در این زمینه ناحیه خراسان در همه سمت ها و پیشروی های نظررس نائل گردید که نتیجه آن را امروز در همه سمت های مختلف دیدن ممکن است. در ادامه چورابینی با شکوه فرهنگی یک زمره کارمندان کسب و کار گوناگون که در کارهای آبادانی و سازندگی ها سهم ارزنده خود را گذاشتند با افتخارنامه و سپاسنامه و تحفه های خاطروی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه قدردانی کرده شدند. سپس در باغ فرهنگی ناحیه نمایش هنرهای مردمی، محصولات کشاورزی و دستاوردهای سالهای صاحب استقلالی از جانب تشکیلات و مؤسسه ها به معرض تماشا گذاشته شد. باید تذکر داد که در دوام 33 سال صاحب استقلالی در تمام ساحه های خواجگی خلق ناحیه پیشروی های کلی با وجود آمد. نمایش هنرهای دستی، دستاوردها در ساحه معارف و تندرستی، ورزشی که در زمان صاحب استقلالی به دست آمده است، پیشکش مهمانان گردانیده شد. سپس از جانب اهل فرهنگ و هنر ناحیه خراسان برنامه فرهنگی ایدانه که سرشار از سرود و ترانه های وطن دوستانه بود، پیشکش مهمانان و ساکنان ناحیه گردانیده شد که پسند همگان گردید. در دایره برگزاری چورابینی ها به مناسبت جشن 33مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه وخش ولایت ختلان چورابینی های گوناگون علمی، ادبی و فرهنگی فراغتی با اشتراک دایره وسیع ساکنان برگزار گردید. در این روز در مرکز ناحیه کتابخانه نو زمانوی برهوا مورد بهره برداری قرار داده شد. بنای نوی کتابخانه با سهم خادمان دین ناحیه با تمام شرایط ها ساخته شده است که برای جلب بیشتر نورسان و جوانان و دوستداران کلام بده برای آموختن علم و دانش مساعدت خواهد کرد. ضمن بازدید مسئولین ناحیه به اقدام گیرندگان و ساختمانچیان اظهار منتداری نموده
قید کردند که بنیاد چنین کتابخانه در مرکز ناحیه امکان فراهم می‌آورد که ساکنان و جوانان ناحیه وقت خود را بیهوده صرف نکرده با کتابخانه مشغول شوند. در صحن کتابخانه با یک قطار ساختمانچیان برای خدمت‌های شبانه روزیشان در این انشاءات با افتخارنامه و سپاسنامه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه سرفراز گردانیده شدند. ضمن همایش ایدانه که در قصر فرهنگ ناحیه برگزار گردید، مسئولین ناحیه اشتراکداران را به این صحنه تاریخی مبارکباد نموده، تاکید داشتند که استقلالیت برای مردم سربلند تاجیک نشانی برجسته پایداری دولت و رمزی اصالت و هویت ملت به شمار رفته، به یک دولت آباد و آسایشته تبدیل یافته است. ذکر کرده شد که مست توسط خدمت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، ساکنان مملکت با ثبات سرتاسری و زندگی آسایشته و شایسته نائل گردیده. امروزها با جانبداری از سیاست دولت و حکومت جمهوری برای رشد مملکت حصه‌گذاری می‌نمایند. بخشیده با جشن 33مین سالگرد استقلالیت دولتی با یک چند نفر فعالان کسب و کار گوناگون ناحیه که با مهنت صافدلانه در عرصه‌های گوناگون خواجگی خلق ناحیه حصه مناسب گذاشته‌اند، با افتخارنامه و سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه قدردانی گردیدند. در ادامه چورابینی های تنتنوی در میدان پرچم ناحیه برنامه ایدانه جشنی که از جانب اهل فرهنگ ناحیه آماده گردید، پیشکش ساکنان و مهمانان جشنگاه گردانیده شد که سرشار از ترنم وطن، استقلالیت، صلح و آرامی و دیگر ارزش های ملی و دولتداری عبارت بود، با تنتنه های ایدانه شکوه دیگر زم نمود. ساکنان شرفمند ناحیه جیهون 33مین سالگرد استقلالیت دولتی کشور را با مهنت ثبوت کرونا کارهای آبادانی و سازندگی نمای دونه بخشیدن مرکز شهرک و دهات و دستاوردهای ارزنده مهنتی استقبال گرفتند. تنتنههای ایدانه در ناحیه جیهون با افتتاح انشاءات نوبنیاد ساحه معارف آغاز گشت. با اشتراک نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت معارف و علم کشور در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 28 واقع در دهه عینی جماعت دهاتی 5 بنای ایلوگی تعلیمی مورد بهره برداری قرار گرفت. این شورت مذکور از دو اوشیونه 7 سیم خانه عبارت بوده، با میز و کرسی و تجهیزات لوازمات ضروری پورا جهوزانیده شده است. چنین بنای ایلوگی خوشتر و زمانوی در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 نوحیه نیز به استفاده سپرده شد. طبق اطلاع در این مؤسسه قبلا از نورسایی جوی نشست تنقیسی میکشیدند. بنیاد گشتن بنای ایلوگی تعلیمی عبارت از 7 سیم خانه، دو که کوری آموزگاران و مجهز گشتن سیمخونه ها با تجهیزات و لوازمات ضروری تعلیمی نه تنها مشکلی نورسایی جوی نشست را برطرف ساخت، بلکه باعث روبلند گشتن اهل مکتبیان گردید. ذکر گردید که روبرت حکومت کشور به خصوص سروری دولت پیشوای معظم ملت در سیاست خود رشد معارف را در مد اول گذاشته، پیوسته بهر پیشرفت این ساحه کلیدی تدبیرهای مهم را عملی می‌سازد. در ادامه چورابینی های ایدونه در دهه نوبود جماعت دهود قمسنگیر ناحیه جیهون نیز بنای نوی تعلیمی عبارت از دو اوشیونه 7 سیمخونه، دو اتاق کاری مورد بهره برداری قرار داده شد. این شورت مذکور با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان بنیاد اجتماعی مبلغ گذاری تاجیکستان کاسا 1000 قماد افروخته، مشکل ساکنان این دهه نوبنیاد را که قبلا مسافه طولانی را طی نموده به دهه های اطراف برای تحصیل می رفتند آسان نمود. شادی و نشاط ساکنان دهه مخدوم قلی جماعت دهات استقلال را در این روز حد و کنار نبود. در این دهات دوردست ناحیه نیز بنای نوی تعلیمی به استفاده سپرده شد. طبق اطلاع بنای مذکور با دستگیری رهبریت حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان بنیاد گشته برای 450 خواننده پیش بینی گردیده است. این شورت مذکور از 6 سیمخونه، یک اتاق کاری و یک سیمخونه کامپیوتری عبارت بوده، با خرج 3 میلیون سومانی قماد افروخته است و پورا با میز و کرسی، اسباب و اشیا، لوازمات ضروری کامپیوترها جهازانیده شده است. در این روز راهپیمایی ایدانه ساکنان مهنت قرین شکوه و شهامت استقبال شایسته و فرخنده استقلالیت وطن را در ناحیه تامین نمود. زحمتکشان جماعت های شهرک و دهات ناحیه، کارمندان تشکیلات و مؤسسه ها، کارخانه و اداره ها، آموزگاران و خوانندگان با شعر و نوشتجات ترنمگری استقلال و آزادی، روحیه ایدانه و شکرگزاری از فضای امن و
سوده کشور از درآمدگاه نوحیه تا مکان برگزاری جشن استقلالیت دولتی ورزشگاه مرکزی نوحیه راهپیمایی نمودند. شادی و فرح، افتخار از وطن صاحب استقلال، وحدت و یگانگی در چهره‌های خرد و بزرگ پیدا بود. نوحیه جیهون از کلان‌ترین نوحیه‌های اگراری در مقیاس ولایت و کشور محسوب می‌یابد. جشن 33 سالگی استقلالیت دولتی کشور را زحمتکشان جماعت شهرک و دیهات نوحیه با به نمایش گذاشتن محصول زحمت، نام‌های مختلف زراعت صنعتی و کشاورزی، هنرهای مردمی، کاسبی، چوب‌تراشی و دیگر دستاوردها استقبال گرفتند. ذکر گردید که استقلالیت شرف، ناموس و کفیل شکوفایی دولت و ملت است. استقلالیت دولتی افتخار، اقتدار، آرمان، هستی و نادرترین دارایی ملت است. استقلالیت نعمتی بی‌بها، پرارزش است که با گذشت هزار ساله‌ها دوباره خلق تاجیک را میسر گردید و واسطه اساسی رشد و تحکیم پایه‌های دولتداری نوین تاجیکان گشت. نوحیه جیهون نیز دوام سال‌های استقلال و آزادی با دستاورد و کامیابی‌های بی‌نظیر نایل گردیده، مردم زحمت‌کارانش در همه جبهه‌ها با محنت ثبات‌کارانه و جهد و تلاش در رشد و پیشرفت وطن سهم‌گذاری می‌کنند. بنیاد ده‌ها انشاءات خدمت‌رسانی و معیشی، افزون نمودن حجم استحصال محصولات گوناگون از تدبیرهای سازندگی است که پیشرفت رشد اقتصادی و اجتماعی نوحیه را تامین می‌کند. در وضعیت خاطرمان ده‌ها نفر پیشرفتان استحصالات با سپاسنامه و افتخارنامه‌ها و تحفه‌های ارزشمند قدرشناسی شدند. هنرمندان بخش فرهنگی نوحیه برنامه جالب فرهنگی را مرتب از سرود و ترانه‌های ترانه‌گر استقلال و آزادی پیشنهاد اشتراک‌داران نمودند. افتتاح چند از انشاءات گوناگون تعینات ساحه‌های مختلف خواجگی خلق آغاز بخش تجلیل جشن 33مین سالگرد استقلال دولتی در نوحیه دوستی به حساب می‌رفت. نخست در جماعت شهرک 20 سالگی استقلالیت نوحیه مغازه خوراکواری که با سهم صاحب‌کاران بنیاد یافته است مورد استفاده عموم قرار گرفت که این اقدام جهت بهتر به راه ماندن سطح خدمت‌رسانی اجتماعی اهالی مساعدت می‌نماید. همزمان در این صحنه فرخنده در دهه کوهدامن جماعت مذکور بنگاه تیبی عبارت از 3 اتاق کوری و مجهز با دستگاه و تجهیزات ضروری ساحه به استفاده داده شد. همچنین بنگاه تیبی دهه اسرار رجبوف پس از تجدید و از نوسازی مورد استفاده قرار گرفت. در این روز در مرکز نوحیه دوستی با اقدام و مبلغ گذاری صاحب کار منوچهر ابراهیم زاده بینوی دو آشیانه عبارت از مغازه خوراکواری، فروش مالهای صنعتی، داروخانه، داروخانه بایتوری، مغازه دهقان و کشونه حسن مورد بهره برداری قرار داده شد. با به استفاده قرار دادن این مرکز سودا و خدمت رسانی 12 نفر ساکنان محلی با جای کار دائمی تامین گردیدند. سطح و صفت خدمت رسانی به اهالی طبق طلبات زمان معاصر با رعایت طلبات سودا و معیارهای استاندارد دولتی به راه مانده شده است. پیش از آغاز قسمت تنتنوی در صحن قصر فرهنگ نوحیه نورسون و جوانان ورزشگران با پیشنهاد نمودهای گوناگون ورزش نشان دادن هنر و مهارت ورزشی خود خاطر همگان را بالیده گردانیدند و اینچنین محصولات دستی بانوان هنرمند دستاوردهای استحصالی و محصول ایجادی مؤسسه‌های تا مکتبی تحصیلات علاوگی مرکز دریافت و رشد استعدادها گوشه‌های کتاب‌های گوناگون ادبیات‌های بدیعی به نمایش گذاشته شد. سپس در تالار قصر فرهنگ قسمت تنتنوی جمعومت بخشیده به 33مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با اشتراک خدمتچیان دولتی، فعالان، سابقه‌داران مهنت، سربازان و افسران، استادان و طالب علمان و دیگر قشرهای جامعه برگزار شد. دیگر اشتراکچیان استقلالیت را والاترین و ارزشمندترین دستاورد در طول تاریخ ارزیابی داشته تاکید نمودند که 33 سال صاحب استقلالی دولت با سعی و تلاش‌های پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان جمهوری تاجیکستان آباد و زیبا گشته، جهانیان تاجیکستان را همچون دولتی تشبثکار اعتراف نمود. در این همایش تنتنوی یک گروه خدمتچیان دولتی، کارمندان مقامات حفظ حقوق، فعالان، جوانان با افتخارنامه و سپاسنامه های مقامات اجرایی حکومت دولتی نوحیه برای خدمت های ارزنده، فعالیت باثمر و سهمگذاری در پیشرفت و آبادانی این گوشه وطن قدرشناسی گردیدند. در آخر جمعومت تنتنوی اهل هنر و فرهنگ نوحیه دوستی با برنامه مکمل هنری عبارت از سرودهای وطنداری در ستایش تاجیکستان استقلالیت خاطر اهل نشست را بالیده گردانیدند.
در دایره تنتنه های جشن استقلال دولتی در جماعت های شهرک و دهات ناحیه جلال الدین بلخی انشاءات گوناگون معموری و معیشی و خدمت رسانی مورد بهره برداری قرار داده شد. با نظرداشت طلبات به جای نشست در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 62 با سهمگذاری ساکنان و صاحبکاران محلی صنفخانه های علاوگی ساخته در وضعیت مناسب مورد استفاده قرار داده شد که باعث خرسندی آموزگاران و خوانندگان گردید. طبق اطلاع مسئولین همین گونه بنیادی بنا و صنفخانه های علاوگی در نزد دیگر مؤسسه های تعلیمی به جای نشست احتیاج داشته با سهم ساکنان ادامه داشته. همزمان مؤسسه های موجوده تعمیر و مجهز گردانیده شدند که امروز برای تامین روند ثمره‌بخش تعلیم و تربیت نسل نوراست مساعدت کرده ایستادند. در ادامه کارهای آبادانی و سازندگی در جماعت دهات نوایی با سهم صاحبکار محلی سید اکبر رضایف مرکز خدمت رسانی به استفاده داده شد که در آن 18 نفر ساکنان محل بخصوص زنان به جای کار دائمی تامین گردیدند. در انشاءات تازه بنیاد مرکز سودا، سرتراشخانه، کاشانه حسن و سیخ دوزندگی به فعالیت آغاز نمود که این اقدام صاحبکار برای باز هم بهتر گردیدن سطح خدمت رسانی در دهات مساعدت می نماید. در دهات مدنیت ساکنان محلی تصمیم گرفتند که مؤسسه تعلیمی را به پرگی از نفسازی کرده فعالیت آن را به طلبات زمان جوابگو گردانند. بنای مؤسسه مذکور از 9 صنفخانه عبارت بوده، در آن 450 نفر نورسان به تحصیل فرا گرفته شدند. در جماعت شهرک گلستان ناحیه نیز در برابر تعمیر و از نفسازی مؤسسه های ساحه معارف و تندرستی همزمان قصر فرهنگ دهاتی که سالیان زیاد تعمیر طلب بود با تشبث مسئولین مقامات محلی و صاحبکاران از تعمیر خوشصفت برآورده شده، در روزهای تجلیل از جشن 33مین سالگرد استقلال وطن مورد بهره برداری قرار داده شد. در این مؤسسه فرهنگی شرایط مناسب برای برگزاری همه گونه چاره‌بینی‌ها فراهم آورده شده است. بعد افتتاح انشاءات تعینات خدمت رسانیشان گوناگون در ورزشگاه ناحیه با اشتراک دایره وسیع ساکنان و مهمانان چاره‌بینی با شکوه ادانه برگزار گردید. واقعا هم استقلالیت دولتی دستاورد بزرگ در تاریخ دولتداری تاجیکان بوده، مفهوم ارزشمند و در نوبت خود کلید میباشد که نائل گردیدن به آن شرف بزرگ برای هر یک ملت است. استقلالیت دولتی به آن مساعدت نمود که رشد باثبات در کشور تامین گردد، سطح نیکو احوالی اهل جامعه بهتر و نتیجه های بزرگ در حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به دست آورده شود. ابراز گردید که دوام سالهای صاحب استقلالی مملکت در همه شهر و ناحیه ها بخصوص ناحیه جلال الدین بلخی کارهای آبادانی و سازندگی وسعت تازه کسب کرده، صدها انشاءات گوناگون معماری، ساحه های معارف و تندرستی، فرهنگ، ورزش و تعمیر و از نوسازی راه و پل های ماشینگذار مورد استفاده و بهره برداری قرار داده می شوند که برای باز هم بهتر و به طلبات زمان جوابگو گردانیدن شرایط کار و خدمت رسانی ساکنان مساعدت نموده ایستاده است. اطلاع داده شد که در روند کارهای آبادانی در جماعت های شهرک و دهات ناحیه جلال الدین بلخی تا این مدت زیاده از 260 انشاءات ساحه های مختلف خواجگی خلق ناحیه مورد استفاده قرار داده شده است که همه این آبادانی و پیشرفت محض از استقلال و آزادی، وحدت ملی و عزم و اراده قوی وطنداری ساکنان گواهی می دهد. با انابت خدمت های شایان ساکنان کسب و کار گوناگون با مناسبت جشن 33مین سالگرد استقلال وطن، یک قطار پیشصفان استحصالات که با فعالیت نظررس مهنتیشان در رشد بخش و ساحه های ناحیه سهم ارزنده دارند، با سپاسنامه و افتخارنامه سرفراز گردانیده شدند. برنامه تئاتری کنونیده شده اهل فرهنگ و هنر ناحیه که سرشار از محبت وطنداری، استقلال و آزادی و دیگر ارزش های انسانی و وطنداری بود، خاطر همگان را بالیده گردانید. در واقع استقلالیت، آزادی، صلح و ثبات سرتاسری کشور و دیگر ارزش های به دست آمده ما امکان فراهم آورد که ما مردم سربلند تاجیکستان اطراف سرور مملکت متحد شده مدت 33 سال اخیر با دستاوردهای زیاد و بی‌نظیر نائل گردیم. باشده با جشن 33 سالگی استقلال دولتی در شهر نویای ولایت سوخ چرابینی های گوناگون فرهنگی فراغتی برگزار گردید. گزارش در این خصوص.
مردمی فرهنگی و سازنده بنیادکاری شهر اصفهان جشن بزرگ 33مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را که بر حق مقدس‌ترین و عزیزترین نعمت، رمز سعادت و اصالت ملت، شرف و ناموس وطنداری و نشانه پایداری و بقای دولت میباشد، با ارمغان‌های شایسته استقبال و تجلیل نمودند. اشتراکچیان ضمن همایش دایر به نقش پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در تحکیم استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان اوید به پیشروی و دستاوردهای تاجیکستان صاحب استقلال در ساحه‌های گوناگون حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی و تأمین فضای آرام و آسوده مملکت سخن گفتند. ضمناً گفته شد که استقلالیت برای هر یک ملت بزرگترین نعمت، با ارزشترین مقدسات و با شکوه‌ترین جشن به حساب می‌رود، زیرا آن مایه افتخار هر شهروند بوده، تکان دهنده غرور ملی، زمینه‌ساز رشد و تکامل و پایدار مستحکم وحدت و یکپارچگی است. در جریان جمع آمد ایدونه همچنین یک قطار پیشقدمان ساحه‌های مختلف اقتصادیات و اجتماعیات با افتخارنامه و سپاسنامه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر اصفهان سرفراز گردانیده شدند. قسمت فرهنگی تنتناهای عمومی شهری به افتخار جشن بزرگ تاریخی 33مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان نیز با شکوه و شهامت خاص صورت گرفت. برنامه مکمل و پرمحتوای فرهنگی آماده نموده اهل صنعت اصفهان افادگر آن بودند که استقلالیت برای ما یک واژه یا کلمه عادی نیست، بلکه نامه تقدیر ما، شرط پیشرفت کشورمان به سوی آینده آباد و آسوده و مهمتر از همه کفیل سرجمعی و خوشبختی امروز و آینده خلقمان است. استقلالیت دولتی دستاورد بزرگ در تاریخ دولتداری تاجیکان می باشد. استقلالیت مفهوم ارزشمند و کلیدی می باشد که نویل گردیدن به آن شرف بزرگ برای هر یک ملت است. اینک 33 سال می شود که ساکنان آبادگر و تشبسکار تاجیکستان بیشتاسا و خورشیدی تحت جهد و تلاش و زحمتهای شبانه‌روزی فرزان و فرزند ملت، اساسگذار سر و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در هوای صاف و بی‌غبار صلح و امانی زندگی خوش و خرمانه دارند و این استقلالیت دولتی پایدار با آن مساعدت نمود که رشد باثبات همه ساحه‌ها در کشور تأمین گردد، سطح نیکوحوالی اهل جامعه بهتر و نتیجه های بزرگ در حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و دست آورده شود. ترنم سرود استقلالیت و شکرگزاری از نعمت استقلال خرد و بزرگ شهر و دهات ایستراوشان امروز از پگاه‌های بروقت سوی باغ فرهنگ و فراغتی به نام اسماعیل سامانی که با اشتراک بی‌واسطه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ماه اپریل سال روان افتتاح یافته بود میشتافتند تا در تنتنه‌های فرهنگی جشن 33 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان شرکت نمایند. در صحن باغ فرهنگی نمونه محصول هنرمندی نزدیک 300 نفر دانشجویان مؤسسه دولتی تعلیمی جمهوریوی کالج هنرهای مردمی شهر، دستاوردهای ورزشکاران سمت‌های مختلف ورزش، تمرین بوکسچیان نوروز و امیدبخش وطن، شرکت کنندگان سبقت اوید به ششکل و چهمال و گروه کرنه‌نوازان پیشکش ساکنان شهر و دهات گردانده شد. در تالار وسیع برهای قصر فرهنگ و فراغتی به نام اسماعیل سامانی که زیاد از 1000 نفر شهروندان جمع آمده بودند، پس از واردسازی پرچم دولتی و قرائت سرود ملی، نماینده وکالتدار حکومت جمهوری تاجیکستان از قدمهای نخستین تا امروز استقلالیت دولتی، جهد و تلاشهای پرزیدنت محبوب خلق محترم امام علی رحمان در راه بنیاد دولتداری، تأمین صلح و وحدت پایدار، استقبال ارزنده از جشن تاریخی و مکرم 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و بخشیده به سنه مبارک و فرخنده 33 سالگی استقلالیت دولتی، بنیاد و تعمیر کلی گردیدن نزدیک 500 انشاءات سطح مختلف با حرارت سخن راندند. در ادامه با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به 4 نفر شهروندان کسب و کار گوناگون مکافات های عالی وطن، میدل خدمت شایسته و گروه کلان فعالان افتخارنامه های سود عالی کنستانی جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سو و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استراوشان تقدیم کرده شد. برنامه پرمحتوای فرهنگی کارمندان بخش فرهنگ مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استراوشان انجام بخش چاره‌بینی های فرهنگی بخشیده به استقبال ارزنده از جشن همایون 33 سالگی استقلال دولتی در شهر استراوشان گردید.
در قصر فرهنگ جماعت دیهات حیدر عثمانوی ناحیه باباجان غفاروف بخشیده به 33 سالگی استقلال دولتی چاره‌بینی تنتنوی ناحیوی برگزار گشت. نخست در صحن قصر فرهنگ هیئت مهمانان از محصول هنرمندان ناحیه و دستاورد اهل علم و معارف بازدید نمودند. استقلالیت رمز خودشناسی ملی، بزرگترین و مقدسترین نعمت، افتخار و ناموس وطنداری، رمز هستی ملت و اساس خوشبختی و سربلندی ساکنان مملکت میباشد. تاکید گردید که استقلال دولتی برای مردم تاجیک از جمله رویدادهای بزرگترین تاریخی میباشد که در تقدیر خلق کهن‌بنیاد ما گردش کلی به وجود آورد. محض در نتیجه تلاش و زحمت و جانبازی های پایه‌گذار دولت نوین تاجیکان، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان کشور عزیزمان و دستاوردهای نظررس شرف یاب گردیده، مرحله رشد و تکامل مملکت در همین زینه ها تامین گردید. در ناحیه باباجان غفاروف نیز قطار دیگر منطقه های کشور برای زندگانی شایسته ساکنان تمام امکانات فراهم گردیده، صدها عدد انشاءات ساحه های اقتصادی و صنعتی، معارف و تندرستی، خدمت رسانی و سودا، آب و برق، راهسازی و غیره تجدید و نوسازی و بنیاد گردید. استقلال دولتی برای مردم شریف تاجیکستان صاحب استقلال امکانات فراهم آورد که تحت سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان متحد گردیده، با دستاورد و کامیابی های بی‌نظیر وطنی محبوبمان را به مرحله صفتاً نوی رشد رسانند. ما از به شرافت استقلال دولتی تاجیکستان در عرصه جهانی جایگاه خاص را سزاوار گردیده، دولتی ما را همچون کشوری تشبثکار میشناسند. امروزها در 57 سازمان و تشکیلات های با نفوذ سطح جهانی جمهوری تاجیکستان را همچون دولتی دموکراتیک و حقوق بنیاد اعتراف نموده و تاریخ و فرهنگ آن ارج گذاشته می شود. در نهایت اظهار باوری کرده شد که مردم شریف ناحیه باباجان غفاروف منبر نیز برای پیشرفت و شکوفایی وطن محبوب خیش و با دستاوردهای ارزنده مهنتی جشن گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی جهد و تلاش می ورزند. سپس در فضای تنتنوی چند از فعالان و زحمتکشان ناحیه با عنوان و افتخارنامه های جمهوریوی از جمله میدان خدمت شایسته، میدان شفق، افتخارنامه حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سغد قدردانی کرده شدند. اینچنین با گروه کلان خدمتچیان دولتی افتخارنامه مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سپاریده شد. این قدردانی حاضرین باعث روحبلندی ایشان گردیده و تکان دهنده کارهای آبادانی و سازندگی خواهد گردید. برنامه رنگین کنسرتی اهل فرهنگ ناحیه که افتخار از دولت و ملت و پیشوای خیش بود، باعث باید خاطری اهل نشست گردید. در ناحیه سپیتامین اهل جامعه با روحی تازه نمایش دستاوردها جشن ملی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را استقبال گرفتند. امروز از تاریخ پر افتخار دولت صاحب استقلالمان در ظرف 33 سال سپری شده خوب مشاهده می‌گردد که این مرحله در مقایسه با تاریخ باستانی خلقمان مهلت چندان طولانی نیست، ولی با مقیاس کارهای در این مدت عملی گردیده کم نظیر به حساب می رود. و افتخار جشن بزرگ ملی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در تالار قصر فرهنگ ناحیه سپیتامین با اشتراک فعالان، سابقه داران مهنت و نمایندگان کسب و کار گوناگون جمع آمد تنتنوی برگزار شد. استقلالیت دولتی بزرگترین و مقدسترین نعمت، نشانه عالی هویت ملی، افتخار و ناموس وطنداری، رمز هستی ملت باستانی و صاحب اختیار و صاحب دولتی تاجیک و اساس خوشبختی و سربلندی ساکنان تاجیکستان میباشد. تأکید گردید که تمام عزم و تلاش، تشبث های سازنده و بنیادکارانه و نقشه و هدف های استراتژی حکومت که در زمان صاحب استقلالی تحت رهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان عملی گردیدند، به خاطر مهیا ساختن شرایط زندگی شایسته برای هر ساکن مملکت روانه شدند. بعد رسیدن به آزادی و مستقلیت مهمترین دستاورد، این تامین صلح و ثبات و در همین زمینه رشد با مرام اقتصادیات و اجتماعیات در مملکت می باشد. در جمع آمد با یادآوری از دستاورد و کامیابی ها تاکید گردید که خرد و بزرگ باید اهمیت و ضرورت حفظ استقلالیت دولتی و تحکیم پایه های دولتداری ملی را عمیقا درک نموده در رشد و پیشرفت منبعدی تاجیکستان صاحب اختیار متحد و سرجمع باشند. استقلال و آزادی برای ما رمز واقعی افتخار از وطن و وطنداری، بزرگترین امکانات دولتسازی و دولتداری مستقل، الهام بخش از تلاش های سازنده به خاطر تامین نمودن رشد دولت، آبادی وطن، زندگی آسایشتی مردم تاجیکستان و بلند برداشتن سطح زندگی هر یک اویلی کشور را فراهم آورد.
ساکنان سربلند و مهنت قدین ناحیه سپیتامین در فضای آرام و آسوده مملکت جشن 33مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با برگزاری چهارمین های سیاسی فرهنگی و طور شایسته تجلیل نمودند. در این روز کارمندان کسب و کاری گوناگون که با مکافات و تحفه ها سرفراز گردیدند ابراز داشتند که بهر آبادی و پیشرفت منبعدی مملکت از این هم بیشتر زحمت میکشند. مراسم باشکوه جشن را برنامه رنگین و پرمحتوای کنسرت اهل هنر و صنعت ناحیه سپیتامین شکوه بیشتر بخشید و سرود و ترانه ها تجسمگر دستاوردهای دوران صاحب استقلالی مملکت بود که خوش و خاطرمان ادامه یافت. ساکنان ناحیه جبار رسولف ولایت سغد با آمادگی های همجانبه اجرای نقشه چهارمین های بنیادکاری و سازندگی جشن 33مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را استقبال گرفتند. در مکان برگزاری چهارمین جشن ملی ورزشگاه مرکزی ناحیه اهل جامعه با روحی بلند از فضای آروم و اسوده شادی و نشاط افزون هزارها نفر جمع آمدند. از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه جبار رسولوف بهر تجلیل جشن ملی خوشحالی همگان چهارمین فرهنگی و معرفتی استقلالیت سعادت ماست تشکیل شده در چهارمین نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سغد و رهبریت ناحیه جبار رسولوف دایر به تاریخ نائل شدن خلق تاجیک به این نعمت عالی سعادت خلق یادآور شده تاکید نمودند که تلاش های فرزند فرزانه ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در سرجمعی مردم آبادی کشور تحکیم پایه های استقلالیت ملی امروز ثمره نیک به بار آورد و جمهوری تاجیکستان را در عرصه بین المللی همچون کشوری مستقل تشبثکار اقدام های سودمند در مسئله های آب و اقلیم و کشوری صلح دوست می شناسند. در زمینه دستگیری های حکومت کشور ناحیه جبار رسولوف نیز با بنیاد انشاءات تعینات گوناگون کارخانه های صنعتی مؤسسه های تعلیمی تا مکتبی آبادی راه و دیگر انشاءات ضروری رشد میکند. دوم سال روان به استقبال جشن 33مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه جبار رسولوف ساکنان صاحبکاران اهلانه زحمت کشیده در دیهات دوردست بناهای تعلیمی به نورسان پول نقلیاتگرد خط آب نوشاکی به استفاده دادند. در همایش ایدانه بهر تقویت رفاقت دوستی و همسایگی نمایندگان از جمهوری ازبکستان آمده مردم تاجیک را به جشن استقلالیت دولتی تهنیت گفتند. امروز از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه جبار رسولوف و گروهی از کارمندان ساحه های خواجگی خلق ناحیه برای سهم فعال گذاشتن در پیشرفت آبادی ها سپاسنامه تقدیم کرده شد و ضمن ارزیابی ها ساکنان ناحیه تاکید داشتند که من بعد نیز برای آبادی دیار پیشرفت تاجیکستان سعی و تلاش می نمایند و تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با 270 انشاءات بنیاد و تعمیر و نوسازی کرده می شود. برنامه فرهنگی هنرمندان بخش فرهنگ، آوازخوان های خلقی، دسته های هنری رقصی و سرود و ترانه ها و اشتراکچیان چهارمین جشن استقلالیت دولتی ساکنان ناحیه جبار رسولوف که 10,000 را تشکیل می دادند روحی تازه بخشید. با شرافت استقلال دولتی، صلح و ثبات کامل و وحدت ملی برای زحمت سازنده ساکنان مملکت، زندگی آرام و آسوده، برگزار نمودن جشن‌های ملی و دولتی و چهارمین‌های سیاسی و فرهنگی شرایط مساعد فراهم آورده شده است. بخشیده به جشن 33 سالگی استقلال دولتی در شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری چهارمین‌های گوناگون جشنی دایر شد. همکاران ما گزارش می‌دهند. پیشنهاد دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی، ناز و نعمت‌های ساحه کشاورزی، دستاورد و مظفریت‌های ساحه معارف و تندرستی و مجموع محصولات کارگاه و کارخانه‌های صنعتی کارمندان کسب و کار گوناگون شهر وحدت که در جشن 33 سالگی استقلالیت دولتی به معرض گذاشته شده بود، بازگوی آن است که اهل جامعه این دیار با محنت ارزنده این صنعت فرخنده را در سطح بلند استقبال می‌نمایند. در چهارمین خاطرمان که به افتخار از جشن 33 سالگی استقلالیت دولتی با دایره وسیع ساکنان دایر برگزار گردید، گفته شد که استقلال بالاترین و پرارزشترین دستاورد برای ساکنان مملکت ارزیابی گردیده، این نعمت بزرگ برای ما رمز عالی وطن و وطنداری، بزرگترین نعمت دولت سازی و دولتداری مستقل، کار و پیکارهای پیگیرانه سازندگی، عزم و تلاش های فداکارانه رسیدن به استقلالیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را آموزانیده، معیارهای جامعه شهروندی را تحکیم بخشید و در یک وقت حیات آزادانه هر فرد و عالی‌ترین درجه بخت و سعادت واقعی ملت را تامین نمود. زینی برآمد ابراز گردید که یکی از مهمترین دستاوردهای ما در دوران استقلالیت
давлатсозӣ ва давлатдории муосири миллӣ мебошад, ки моҳиятан шакли ҳуқуқбуньёд, иҷтимоӣ ва дунявиро дар бар гирифта, дар шароити кунунӣ, ки ҷаҳони муосир дорад, таҳкими истиқлолият, устувор гардонидани пояҳои давлат ва баланд бардоштани сатҳ ва сифати зиндагии инсон барои тамоми инсоният мазмуни ҳаётан муҳим пайдо менамояд. Мақсади асосии низоми демократӣ дар ҷомеаи мо пеш аз ҳама таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон, фароҳам овардани шароит барои меҳнат ва зиндагии осуда, волоияти қонун, пойдории адолат ва иштироки фаъоли мардум дар идоракунии давлат мебошад. Дар шаҳри Ваҳдат, дар доираи тадбирҳои созандагии ободонӣ ба истиқбол аз ҷашни 33-солагӣ истиқлолияти давлатӣ, мавриди истифода қарор додани 15 иншооти ҷаштиро роҳбарияти шаҳр аз амалҳои созандагии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ менамояд. Дар чорабинии тантанавӣ ба як зумра кормандони касбу кори гуногуни шаҳр, ки дар пешбурди соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии ҷомеа ва дастовардҳои соҳиби истиқлоли ватан саҳми арзанда гузоштаанд, бо мукофотҳои давлатӣ, ордену медал, ифтихорнома ва сипоснома супорида шуд. Чорабинӣ, ки пур аз ғановати фарҳангӣ ва барномаи хотирмони идона иборат буд, шаҳодат аз он медиҳад, ки сокинони шаҳри Ваҳдат самараи неки истиқлолро хуб дарк намуда, оянда низ баҳри боз ҳам гулгулшукуфоии мамлакат саҳми бориз мегузоранд. Сокинони ноҳияи Файзобод ҷашни 33-солагии истиқлолияти давлатиро бо роҳандозии тадбирҳои гуногун, аз ҷумла пешниҳод намудани дастовардҳои аҳли заҳмати ноҳия, ки аз баракати соҳиби истиқлоли ватан ба даст омадааст, ва баргузор намудани чорабинии хотирмони фарҳангӣ дар сатҳи баланд ҷашн гирифтанд. Иброз гардид, ки истиқлолу озодӣ бароямон рамзи воқеӣ ва бузургтарин ифтихор аз ватану ватандорӣ ва беҳтарин имконияти давлатсозиву давлатдории мустақил мебошад. Истиқлолият ба мо ба хотири таъмин намудани рушди давлат, ободии ватан, таъмини зиндагии осоишаи мардуми Тоҷикистон дар азму талошҳои созандаамон илҳомбахш гардид. Боиси ифтихор ва сарфарозии зиёд аст, ки бо шарофати ба даст овардани истиқлолият, миллати кӯҳанбунёдамон соҳиби давлати соҳибихтиёр гардид. Ин рӯйдоди бузург ва тӯҳфаи беназири таърихиро миллати кӯҳанбунёдамон тӯли беш аз 6000 соли мавҷудияташ орзу менамуд. Саҳмгузорӣ дар ободии ватан, غنی گرداندن مجموعی محصولات و شرکت فعالانه در کارهای جمعیتی ساکنون را در جشن 33 سالگی استقلالیت دولتی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فیض‌آباد با اردن و میدال و افتخارنامه سپاسنامه قدردانی نمودند. چورابینی ساکنون ناحیه فیض‌آباد با برنامه ایدانه فرهنگی و صوت و ترانه های دلنشین که از رقص و سرود های وطن دوستانه عبارت بود مقبولی اشتراکچیان گردانیده شد. در میدانی به نام اسماعیلی سامانی با اشتراک مهمانان و ساکنان شهر شام جشنی پرشکوه دایر کرده شد. استقلالیت تاجیکستان را با جهان و جهان را با تاجیکستان پیوندی ناگسستنی و همیشگی بخشیده است. با شرافت استقلالیت دولتی و زحمت و تلاش های صادقانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، ما توانستیم وطن خود را به عالمیان معرفی نماییم و به سوی فردای درخشان گام های استوار گذاشته ایستاده ایم. رشد و پیشرفت ساحه مختلف آبادانی و سازندگی محض با شرافت استقلالیت و تنجی و آسایشتگی بمیان آمده است. ضمن برآمدی تنتنوی قید کرده شد که حالا در شهری ترسونزاده برنامه رشد اقتصادی و اجتماعی شهر برای سالهای 2020-2025 مورد عمل قرار دارد که از 539 لایحه عبارت بوده 1,139 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. هدف اساسی برنامه تامین رشد استوار اجتماعی و اقتصادی شهر بوده، مسئله های صنعت، کشاورزی، معماری و ساختمان، بخش اقتصادی، ساحه‌های معارف، تندرستی، فرهنگ و فراغت، سیاحی، خواجگی منزلی و کمونالی، تامین آب نوشاکی، راه و نقلیات، تامین برق و حفظ محیط زیست را فراگیر و در این زمینه بلند برداشتن سطح نیکوحوالی مردم بوده، تطبیق آن دوره به دوره عملی گردیده ایستاده است. روند کارهای سازندگی و بنیادکاری در همه جماعت‌های دهات نیز با مرام ادامه داشته، ساکنان برای پیشرفت سطح و صفات زندگی خود سهم‌گذاری می‌نمایند. دوران صاحب استقلالی برای ما امکان واقعی فراهم آورد که راه امروز و آینده ملت و پیشرفت منبعده کشور عزیزمان را به سوی جامعه دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی انتخاب نماییم. استقلالیت دولتی عامل بلند برداشتن مقام زبان دولتی، رشد فرهنگ و احیای سنت و عنعنه های ملی گردید.
زبانی تاجیکی در برابر دیگر زبانهای عالم از منبر سازمان ملل متحد صدا داده، صنعت ملی شش مقام و فلک مقام دولتی گرفته، جشن ملی نوروز مقام عید بین المللی را سزاوار شد. در دوران صاحب استقلالی کشور صدها انشاءات فرهنگی بخصوص آثارخانه و کتابخانه‌های ملی، مکتب‌های صنعت، کاخ‌های با حشمت، مجمع‌های معماری، باغ و گلگشت‌ها و موضع‌های استراحتی و فراغتی بنیاد گشتند که در بلند برداشتن سطح فرهنگ و معنویات و جهان‌بینی ساکنان کشور مساعدت می‌نماید. در ادامه بحری بالیداروحی ساکنان شهر با اشتراک هنرمندان شعبه فرهنگ و خوانندگان و دانشجویان برنامه تئاتری کنونیده شده منظوری حاضرین گردانیده شد که دستاورد و کامیابی های زمان صاحب استقلالی صلح و آرامی، آبادی و آسایشتگی و وحدت و یگانگی سرتاسری را تجسم میکرد. بخشیده با جشن 33 سالگی استقلال دولتی در ناحیه رودکی سه انشاءات تعینات گوناگون به استفاده داده شد. از جمله مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 187 در دهه استقلال سه شهرک میرزا تورسونزاده با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان و رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رودکی مورد بهره برداری قرار داده شد. ساختمان مکتب مذکور طبق طلبات معماری و با استفاده از مسئله ساختمانی وطنی ساخته شده برای 360 خواننده در دو بس معین شده است. طور اطلاع داده شد مؤسسه از جانب مقامات اجرایی در همبستگی با صاحبکاران محلی ساخته و استفاده داده شد. اکنون خوانندگان این دهه می توانند در این مؤسسه تعلیمی مجهز با لوازمات خوانش به تحصیل فرا گرفته شوند. مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رودکی طبق نقشه چورابینی های آبادانی و سازندگی بهر استقبال سزاوار جشن مقدس ملی 35 سالگی استقلال دولتی به ساحه معارف همچون ساحه افضلیت ناک برتری داده با دستگیری حکومت مملکت و سهم صاحبکاران کارهای نظررس را به سامان رسانیده است. در دایره تنتنه‌های جشن 33 سالگی استقلال دولتی در دهه استقلال سه شهرک میرزا تورسونزاده مؤسسه تو مکتبی 113 نیز به استفاده داده شد. باغچه مذکور برای 50 کودک از دو دهه پیش بینی شده است. کودکستان در زمینه دستگیری دولتی اوید بروشت سوحای معارف جهت عملی سازی دستور و هدایت های معارف پرورانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بلند برداشتن سطح تعلیم و تربیه به استفاده داده شد. خصوصا سوحای معارف در ناحیه رودکی در برابر دیگر سوحاها رو به بهبودی نهاده در زمینه عملی نمودن نقشه و هدف ها بهر بهتر نمودن شرایط دانش اندوزی در مؤسسه‌های تعلیمی سطح دانش خوانندگان بالا رفت. تامین نمودن رشد سوحای ورزش یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست اجتماعی حکومت مملکت بوده، هدف آن عموی گردانی ورزش، تحکیم طرز حیات سالم، مساعدت نمودن به آماده‌سازی ورزشگران کسبی برای اشتراک در مسابقه‌های سطح جمهوریوی و بین‌المللی میباشد. با این مقصد در شهرک سومانیان میدانچه ورزشی برای بازی کودکان و نورسون به استفاده داده شد. میدانچه در نزد بناهای بلندآشیانه استقامتی ساخته شده است که کودکان و نورسون میتوانند به ورزش مشغول شوند. به خاطر سزاوار تجلیل نمودن 33مین سالگرد استقلال دولتی از شورای مرکزی تا میدان مرکزی ناحیه راهپیمایی دایر گردید. در راهپیمایی بیش از 3000 ساکنان کسب و کار گوناگون اشتراک نموده با شعار و آویزه‌ها راهپیمایی نمودند. استقلال شناسنامه هستی دولت کامل حقوق و صاحب اختیار تاجیکان در جامعه جهانی است که نظام دولتداری، سیاست داخلی و خارجی، سیاست اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را مستقلانه پیش میبرد. هر سال استقلال دولتی تاجیکستان سالهای اوج آبادانی و بنیادکاری ها به حساب می رود و با این وسیله پایه‌های دولتداری نوین ملی تحکیم بخشیده می شود. تاجیکستان آباد و آزاد در دوام 33 سال استقلال به دستاوردهای بزرگ و نظررس دست یافت. همه ارزش‌های ملی که در زمان صاحب استقلالی به دست آمدند از جمله 4 هدف استراتژیک مملکت رسیدن به استقلالیت انرژتیکی، برآمدن از بنبست کمیونیکاسیونی و تبدیل دادن مملکت به کشوری ترانزیتی، تامین امنیت آذوقه‌واری و صنعت‌کنانی با سرعت مملکت از جانب اشتراکچیان در شکل‌های جالب نمایش داده شد. دختران و بانوان نیز با بابر نمودن لباس‌های ملی با چورابینی شکوه دیگر زم نمودند. در مجموع در راهپیمایی کارمندان کسب و کاری گوناگون با حس بلند وطن دوستی اشتراک نمودند. قسمت تنتنوی چورابینی فرهنگی بخشیده به 33 سالگی استقلال دولتی در میدان مرکزی ناحیه برگزار گردید.
در آغاز چورابینی تاکید گردید که استقلال برای ملت تاجیک نعمت بزرگ و تاریخی است. این ارزش حیات و دنیای ساکنان تاجیکستان را رنگین و پرجلو نموده است. امروز ها تاجیکستان رابطه گوناگون سمت و گوناگون جبهه را در عرصه های مختلف با کشورهای دور و نزدیک براه مانده است. در نتیجه تطبیق همه‌جانبه هدف های استراتژی حکومت مملکت، تحول بزرگ در حیات اقتصادی تاجیکستان به وجود آمد. در زمانی صاحب استقلالی در روند عملی شوی هدف های استراتژی مملکت همه ساحه ها رشد نموده، سطح و صفت خدمت رسانی و زندگی مردم به مراتب بالا رفت. این جشن دولتی را ساکنان ناحیه رودکی نیز با یک شکوه و شهامت خاصه، با شکرگزاری از دولت تنج و آرام در فضای آسوده، با نزدیکان و پیوندان تجلیل نمودند. صحنه های جالب، سرود و ترانه های دلنشین و رقص و بازی جوانان و نورسان بزمگاه را پرشکوه نمود و باعث بالیداروحی کل اشتراکداران گردید. ساکنان آبادکار و مهنت دوست ناحیه شهر نو جشن 33 سالگی استقلال دولتی را در فضای صلح و آرامی، سرجمعی و آبادی وطن با افتخار از هویت وطنداری تجلیل نمودند. به بزم ایدانه ناحیه مهمانان از ولایت سرخندریای جمهوری ازبکستان تشریف آورده در شادی و خرسندی مردم تاجیک همشریک گشتند. هیئت اشتراکداران از نمایشگاه دستاورد و مظفریت های ساکنان ناحیه، محصولات استحصالی کارخانه و کارگاه ها، هنرهای مردمی و حاصل دسترنج خواجگی های دهقانی که در باغ فرهنگ و فراغتی به نام شاه اسماعیل سامانی تشکیل گردیده بود دیدن نمودند. مورد ذکر است که دوام سالهای صاحب استقلالی در همه ساحه های خواجگی خلق ناحیه پیشروی های نظررس به میان آمده، مردم به زندگی شایسته مشرف گردیدند. در قسمت تنتنوی چورابینی ناطقان به سخن برآمده، اهل ساکنان ناحیه را به این جشن فرخنده و دلارای وطن تهنیت گفته، آنها را بهر باز هم زیبا و نظربا و آباد و پیشرفته گردانیدن این گوشه دیار هدایت نمودند. باعث افتخار و سرفرازی است که جشن فرخنده 33 سالگی استقلالیت دولتی وطن در فضای صلح و وحدت و یک دلی و همدیگر فهمی با جانبداری از سیاست خیردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و شکرگزاری از آبادی و سرسبزی با یک جهان افتخار و سعادت با روحیه بلند وطنداری و مهن پرستی تجلیل کرده می شود. امروز هر یک فرد تاجیکستان به خوبی باید درک نماید که استقلالیت مقدسترین نعمت، رکن اساسی دولت آزاد و آباد، رمز شرف و ناموس وطنداری، کفالت خانه آبادی و سعادتمندی، سربلندی و آسایشتگی و نیروی توانبخش حیات می باشد. قید گردید که به مناسبت جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه شهر نو، بنیاد 224 انشاءات جشنی تعیناتشان گوناگون به نقشه گرفته شده است که در عرفه تجلیل از 33 سالگی این جشن پرشکوه 24 انشاءات با سهم صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه در همکاری با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی بنیاد گردیده مورد استفاده قرار داده شد. در ادامه به یک قطار کارمندان کسب و کاری گوناگون جهت قدرشناسی زحمت‌هایشان در پیشرفت و آبادانی ناحیه با افتخارنامه و سپاسنامه‌ها سرفراز گردانیده شدند. با شرافت پایداری استقلالیت دولتی و دستگیری های پیوسته حکومت مملکت، دوره به دوره با بنیاد مورد استفاده قرار گرفتن انشاءات گوناگون نو و زمانوی، سطح نیکو احوالی مردم به تدریج بهبود یافته، زمینه های رشد اقتصادی ناحیه نیز تامین کرده می شوند. همه این دستاوردها میوه های شهدبار استقلال دولتی به حساب می رود. سپس از جانب اهل فرهنگ ناحیه برنامه رنگارنگ کنسرتی منظور حاضرین گردانیده شد. سرود و ترانه های هنرمندان وحدت و یگانگی، همدلی و یکمرامی، وطن دوستی و خویشتن شناسی و مفهوم استقلالیت ملی را ترنم می نمودند. همین طور ساکنان ناحیه شهر نو در فضای خوشی و خرسندی جشن 33 سالگی استقلال دولتی را در سطح بلند تجلیل نمودند. با استقبال جشن بزرگ ملی 33 سالگی استقلالیت دولتی در مرکز و دهه های دوردست ناحیه ورزاب، بناهای نوی معموری و خدمت رسانی، میدانچه ورزشی و کارخانه پرنده پروری مورد استفاده قرار داده شدند. بنای تازه بنیاد کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه ورزاب از سه آشیانه، حجره های کاری، کتابخانه و مجلسگاه عبارت بوده، در آن بهترین شرایط برای کارمندان فراهم آورده شده است. مجهز نمودن حجره های کاری
لوازمات ضروری امکان می‌دهد که مینبعد کارمندان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در نواحی ورزاب با استفاده از شرایط لازمه با عزم و اراده قوی و حس بلند وطن‌دوستی کار و فعالیت نمایند. انشاءات زمانوی با دستگیری کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و سهم صاحبکاران و ساکنان در کوتاه‌ترین مهلت بنیاد شده برای کارمندان تحفه جشنی به حساب می‌رود. ما مینداری به پایان خود را با اساس گذاری صلح و عدالت ملی پیشوای ملت رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانیم و کوشش می‌نماییم که با باوری رهبری دولت سازوار بوده بهره در عمل تطبیق نمودن آیین‌نامه و برنامه حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان چاره‌های عملی اندیشیم. در مراسم افتتاح انشاءات جشنی نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان تاکید نمودند که تامین شرایط سازگار زندگی و کار و فعالیت صاحب کسب نمودن ساکنان و در مجموع دوره به دوره رشد دادن ساحه‌های مهم اجتماعی و اقتصادی از هدف‌های محوری به حساب رفته در این سمت با دستگیری حکومت مملکت تدبیرهای سازندگی وسعت داده می‌شود. در کارخانه تازه بنیاد در نوبت اول 16000 چوجه پرورش یافته در آن 8 نفر ساکن ناحیه با جای کار تامین شده. با بنیاد کارخانه نو امین بعد محصولات کارخانه از جمله گوشت پرهیزی به بازارهای ناحیه ورزاب و شهر دوشنبه دسترس کرده می شود. کارخانه امکان دارد که بعد 40 روز نگهبین چوجه ها حجم استحصال محصولات را به 18 تن رساند. در ناحیه ورزاب در دایره کارهای آبادانی همزمان در سمت بهترسازی صفت تعلیم و تربیه و مشغولیت خوانندگان با نمودهای گوناگون ورزش توجه مخصوص ظاهر کرده می شود. بنیاد میدانچه ورزشی در نزد مؤسسه تحصیلات میونه عمومی رقم 2 دهه ورزاب قلعه امکانات مساعد را برای خوانندگان فراهم ساخت که آنها منبعد در اینجا با نمودهای گوناگون ورزش مشغول شوند. ناحیه ورزاب یکی از منطقه های سیاحی در جمهوری به حساب رفته، همساله برای قبول سیاحان داخلی و خارجی بناهای نو و زمانوی بنیاد و شرایط خدمت رسانی به طلبات زمان مطابق گردانده می شود. استراحتگاه سیاحان در کیلومتر 34 ناحیه ورزاب با طرح خیلی زیبا و جوابگوی طلب معماری با دستگیری مقامات اجرایی حکمیت دولتی ناحیه ورزاب از جانب صاحبکار وطنی بنیاد گردیده از 31 حجره و مهمانخانه عبارت می باشد. با بنیاد این بنای معاصر 35 نفر به کار تامین شدند. در اینجا همزمان برای قبول سیاحان داخلی و خارجی شرایط خوبی استراحت هم در داخل و هم در بیرون بنا فراهم آورده شده است. باشده با جشن 33 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه مسابقه پایگاه اسبدوانی دایر شد. رحمت‌شاه عابدوف گزارش می‌دهد. ورزشکاران تاجیک در چمپیونات آسیا اوید با بوکس بین نورسان و مکتب بچگان با 11 مدال به وطن برگشتند. در فرودگاه بین المللی دوشنبه ورزشکاران را نمایندگان کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، کمیته ملی المپیک تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، فدراسیون بوکس مملکت و دایره وسیع دوستداران و هواداران ورزش استقبال گرفتند. ورزشکاران تاجیک در چمپیونات آسیا اوید با بوکس بین نورسان و مکتب بچگان که در شهر العین امارات متحده عرب برگزار گردید، با مهارت بلند ورزشی بار اول در تاریخ ورزش نمودی بوکس در زمان صاحب استقلالی صاحب 11 مدال، 4 مدال طلا، 1 مدال نقره و 6 برنجی گردیدند. با افتخار پیروزی ورزشگران تاجیک در این مسابقه با نفوذ بین المللی 4 مرتبه سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا داده، 11 مرتبه پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان بلند برداشته شد که بیشک مایه افتخار و سرفرازی است. مسابقه از 27 آگوست تا 10 سپتامبر در شهر العین امارات متحده عرب برگزار گردیده، در آن بین مکتب بچه ها از تاجیکستان انوشروان صدیق و اکبرجان عبداللهیف با گرفتن مدال طلا شرف یاب گردیدند. اینچنین دلشاد سیجایف مدالی برنجی و فیروزجان بایماتوف مدالی نقره به دست آوردند. بین نورسان فریناز عبداللهیف و بلال جان اسکانوف مدال های طلا را صاحب شدند. در مسابقه چمپیونتی آسیا جای اول اشغال نبودم. من همین غلبه‌ام را به جشن 33 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان میبخشم. در وزن 33 اشتراک کرده جای اول گرفتم. سه رقابت را گذاشتم. من سیجایف دلشاد در مسابقه چمپیونتی آسیا اشتراک کرده جای سیوم را اشغال کردم. من سه رقیب داشتم. رقیبان من از ترکمنستان، بوتان و سیومین رقیبم از دولتی ازبکستان بود. من در مسابقه های جمهوریوی در قزاقستان، در ازبکستان اشتراک کردم. من با ایمت فیروز در چمپیونتی
чемпионати Осиё ҷои дуюмро ишғол кардам. Якумин рақобати ман аз давлати Қазоқистон буд, дуюмин рақобати ман аз давлати Эрон буд, сеюмин рақобати ман аз давлати Қирғизистон буд, чорумин рақобати ман аз давлати Индустон буд. Омодагии мо пеш аз чемпионати Осиё бисёрам хуб буд. Ман аз сини 8 солагӣ дар намуди бокс машқ мекунам. Ҳайати мунтахаби Тоҷикистон оид ба бокс дар ин чемпионат аз 27 нафар, 14 мушзан байни мактаббачаҳо ва 13 мушзан байни наврасон иборат буд. Ман Маҳмуров Саидхоҷа, мураббии шоҳисии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошам. 5 шогирд ба чемпионати Осиё рӯйхат гирифтанд. Сетошон ҷой чемпион шуда шукрони неъмат мекунем ки шароитҳо беҳтар ҳастанд. Аз солҳое ки мо машқ мекунем, солҳое ки 93, 94, 95, 96, ҳозир беҳтар. Ҳозир замон ҳама шарту шароит ҳаст. Мақсадам ҳамин ки бозии олимпӣ ва рӯйхат гирифта ҷои якумро гирифтам. Варзишгарон ки дар муассиса машқ тамрин меоранд, саҳар бегоҳ машқ тамрин намуда беҳтарин варзишгари муассиса мебошанд. Дар чандин чемпионатҳо, дар чандин мусобиқаҳои ҷумҳурӣ, дар бозиҳои осиёӣ, бозиҳои байналмилли иштирок намуда сазори медалҳои намоён гардидагиам. Дар заминаи дастгириҳои ҳамешагии роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат, имрӯз варзишгарони тоҷик метавонанд дар бонуфузтарин мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок намуда, бо ҷасорату матонати хеш ҷойҳои намоёнро ба даст оранд ва дар байни дигар давлатҳо шарафи миллату давлати хешро ҳимоя кунанд. Бахшида ба ҷашни 33-уми истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзеи Ҳафткӯл воқеъ дар шимоли Тоҷикистон мусобиқаи нимарафони байналмилалии Ҳафткӯл 2024 баргузор гардид. Ин чорабинӣ бо ташаббуси кумитаи муҳити зисти наздики ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши наздики ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ассотсиатсияи дави марафони мамлакат дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд дар мавзеи хушманзари Ҳафткӯл сеюмин мусобиқаи бошгӯҳи дави нимарафони байналмилалӣ дар кӯҳсор ба масофаи 21 километр 97 метр, ҳамчунин 3 ва 10 километр баргузор гардид. Дар қатори варзишгарони Тоҷикистон ҳамчунин варзишгарони ҳирфаӣ аз Амрико, Англия, Австралия, Афғонистон, Омон, Венгрия, Бразилия, Ҳиндустон, Русия, Узбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Туркменистон дар кул намояндагони 33 мамлакат даъват шуда буданд. Дар маросими ифтитоҳи нимарафони байналмилалии варзишу солимгардонӣ таъкид карда шуд ки мусобиқа дӯстдорони варзиши экологию сайёҳӣ пиёдагардӣ дар масири кӯҳистонро аз чандин кишварҳои ҷаҳон дар мавзеи Ҳафткӯли шаҳри Панҷакент ба ҳам овард. Иброз гардид ки ташкили чунин мусобиқаи сатҳи баланд дар устворгардонии риштаи дӯстӣ байни иштирокчиён ва барқарории саломатӣ нақш дошта, ҳар иштирокчи ин намуди варзиши экологию сайёҳӣ қадам ба қадам аз он таъсироти бою рангӣ мебардорад ва рӯҳану ҷисман ба табиат наздик мешавад. Бояд гуфт ки дав ва роҳравӣ яке аз намудҳои варзиши босуръати рушёбанда ба ҳисоб меравад, ки бештар варзишгаронро аз тамоми ҷаҳон ҷалб мекунад. Дар масофаи 21 километр 97 метр байни мардон намояндаи ҷумҳурии Узбекистон Алишер Сафаров аввалин шуда марро убур карда чемпиони сеюмин нимарафони байналмилалии Ҳафткӯл 2024 гардид. Зуршои Нажмуддин аз ҷумҳурии Тоҷикистон дуввумӣ шуда ба марра расида ба гирифтани медали нуқра даст ёфт. Намояндаи дигари Тоҷикистон Сиёуш Буниёзода сеюмин шуда марро убур карда бо медали биринҷӣ шараф ёб гардид. Байни бонувон бошад Екатерина Тундуқова аз ҷумҳурии Узбекистон аввалин шуда ба марра расида чемпиони мусобиқа гардида бо медали тилло сарфароз гардид. Намояндаи дигари ин кишвар Маина Бону Комилова низ аз худ муҳорати хуб нишон дода бо медали нуқра даст ёфт. Ҷои сеюмро бошад Раҷабмо Абдуллоева аз Тоҷикистон ишғол кард. Ба ғолиб ва ҷоизадорон бо тӯҳфаҳои таъсискардаи кумитаи тадорукот сарфароз гардонда шуданд. Дар пойгаи 10 километра байни мардон варзишгарони Тоҷикистон ба суфаи ифтихорӣ баромаданд. Инҳо Муҳаммад Саидов аввалин шуда ба марра расида чемпиони сеюмини марафони байналмилалии Ҳафткӯл 2024 шуд. Зинои дуюм сеюмро бошад Аминҷон Шокиров Абдулло Ҳикматов бо ҳам диданд. Дар пойгаи 10 километра байни бонувон Саврина Комилова аз худ малакаи муҳорати баланд нишон дода аввалин шуда ба марра расида чемпиони сеюмини марафони байналмилалии Ҳафткӯл 2024 шуд. Даманҳои тоҷик Нигораи Амирхон ва Юлия Макарова зинҳои дуюм сеюмро бо ҳам диданд. Ба ғолиб ва ҷоизадорон тӯҳфаи таъсискардаи кумитаи тадорукоти мусобиқа тақдим гардид. Дар масофаи 3 километр варзишгари тоҷик Ҳусейн
کولوف اولین شده مارو عبور کرده چمپیون سیمین نیمارفونی بینالمللی هفکول 2024 شد. باز دو زینه افتخاری باشد اقبال خولوف و فرهاد داورونو هر دام از تاجیکستان اشغال کردند. در بین بانوان نیز ورزشگران تاجیک مهارت خوب نشان داده رمزیا فیضالایوا چمپیون سیمین نیمارفونی بینالمللی هفکول 2024 شد. نادیرا میرزایوا و شکرانا میرزایوا زینهای دوم سیم را با هم دیدند. در مسابقه دستوی کارمندان کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برندگان مدال طلای سیومین مارافون بین المللی هفکول 2024 شدند. جای دوم را باشد دسته شرکت گازپروم نفت تاجیکستان و جای سیم افتخاری را مرکز سودا و تجارت اشنگ اشغال کردند. در مراسم جنبش چهارمین مسابقه داران و دیگر فعالان مسابقه نیز هوسمند گردانده شدند. بیننده های زوگرامی، این بود نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار. برایتون بهترین خوشی های زندگی رو تمنا داریم. سلامت باشید.